خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. خدا رو شاکرم که رسیدیم به دوره سوم جامع اقتصاد خرد و برنامه ریزی که من انجام دادم این هست که در دوره سوم اقتصاد خرد بنا هست که تا نیمه کتاب های منکیو و کوگمن انشاءالله به امید خدا ما برسیم، یعنی نصف دوره رو تموم کنیم و انشاءالله برای نصف دوم میتونیم مطالب جدیدتری هم شاید بعضی وقتها مطرح کنیم. دلیلش هم این هست که برای ایجاد پایه یک مقدار باید وقت بگذاریم و یک مقدار کنتر باید جلو بریم، ولی زمانی که به امید خدا ما بتونیم این پایه مباحث مقدماتی رو مطرح کنیم، بعد دیگه خیلی سریعتر میتونیم جلو بریم و مطالب کاربردی تری هم خدمتون عرض کنیم. امروز من بنا دارم که فصل هفتم، حداقل فصل هفتم کتاب آقای منکیو رو با هم مرور کنیم. فصل هفتم کتاب آقای منکیو خیلی نزدیک است به مطالبی که در دوره دوم اقتصاد خرد خدمت شما عزیزان ارائه دادیم، بنابراین ما میتونیم خیلی سریعتر جلو بریم. مطالب رو شما آشنا هستید، مروری خواهد بود. بالاخره جلسه اول هر دوره هم باید مروری ما انجام بدیم، ولی الان ما فصل رو میخونیم، فصل رو جلو میریم و این مرور رو از روی کتاب و از روی فصل با هم دیگه خواهیم داشت. 49 تا اسلاید ما اینجا داریم که یکی یکی در خدمت شما ارائه خواهیم داد. عنوان فصل هست Consumers, Producers and Efficiency of Markets، یا مصرف کنندگان، تولید کنندگان و کارایی بازارها. و در واقع عرض کردم این مطالب رو قبلا خدمتتون عرض کرده بودم از کتاب آقای کروگمن و حتی کتاب آقای منکیو، بنابراین مجددا داریم اینها رو مرور میکنیم. مطالب بسیار مفید و مهمی هست که تا اینجای کار شاید مهمترین مطلبی که شما آموختید در مورد همین اقتصاد رفاه یا ویلفر اکنامیکس باشه، که در مورد تخصیص منابع و تأثیر تخصیص منابع بر رفاه اقتصادی ما صحبت کردیم. خیلی مطالب به نظر ساده می رسید، فقط یک مثلا منحنی عرضه و یک منحنی تقاضا بود، ولی در پشت این منحنی عرضه و تقاضا یک دنیا مطلب وجود داره، یک دنیا تحلیل وجود داره که امیدوارم جا افتاده باشه. همین مرور این دفعه موجب خواهد شد که اگر باز هم کمی و کاستی وجود داره از من سوال کنید، اگر که یک جایی رو مطلب رو متوجه نمیشید از من بپرسید که انشالله این مطلب رو برای همیشه کنار بگذاریم و برای همیشه متوجه بشیم که چطور هست که در واقع مثلا مالیات رو که احتمالاً بعد از این مطلب فصل 8 کتاب آقای کروگمن رو ما بررسی خواهیم کرد، اونجا مثلا بار مالیاتی بر عهده کدوم یک قرار میگیره، آیا بر عهده مصرف کننده قرار میگیره یا بر عهده تولید کننده. اینها رو ما قبلا در کتاب آقای منکیو هم دیده بودیم، بنابراین فصل 8 کتاب آقای کروگمن هم به نوعی ریویو هست و این جلسه کلا و حتی شاید تا نیمه جلسه بعد کلا به ریویو میگذره، ولی خب خوشبختانه ما فصول رو خیلی سریعتر با هم دیگه انشالله مرور خواهیم کرد و جلو رو خواهیم رفت. میخوایم ببینیم مزایایی که خریداران و فروشندگان از شرکت در معاملات بازار دریافت میکنن چیست، چگونه جامعه میتواند این مزایا را تا حد امکان افزایش دهد. منتها سوال اینه که آیا جامعه بنا داره این مزایا را تا حد امکان افزایش بده یا نه. در بسیاری اوقات جامعه بنا نداره که رفاه کل را افزایش بده و این خطای استراتژیکی است که بسیاری از جوامع دنیا مرتکب میشوند. دوستان عزیز، ما دو تا کانال اینستاگرامی داریم، یکی کانال اینستاگرامی دکتر سعدوندی است و دیگری کانال اینستاگرامی کلینیک اقتصاده. ببینید، ما سعی کردیم کوتیشن بیشتر از مدیران موفق و اقتصاددانان بزرگ خدمت شما، کوتیشن این نقل قول، نقل قول هایی رو ارائه بدیم در مورد فری ترید یا در مورد تجارت آزاد. این نقل قول به این صورته که میگه که از آقای ماکالی میگه که فری ترید یا تجارت آزاد بهترین موهبتی است که حکومت میتواند در اختیار شهروندان قرار دهد. حکومت میتونه در اختیار مردم خودش قرار بده و میگه که حالا عجیب اینجاست که در بسیاری از کشورها این مسئله به شدت منفوره، به شدت نامطلوب و آن پاپیولاره. دقیق میفرمایید،
یعنی اون چیزی که میتونه بهترین موهبتی باشه که یک جامعه میتونه بر اساس اون موهبت ساخته بشه، اتفاقا بسیاری از افراد با اون موهبت مشکل دارن، با اون نعمتی که جامعه حکومت میتونه در اختیار جامعه قرار بده مشکل دارن. دقت میفرمایید، در کشور ما هم که به نظر من یکی از چپترین جوامع در تاریخ بشر رو لاقل در سطح در حال حاضر در اختیار داره، و اینکه از چه زمانی این اندیشه های چپگرایانه اینقدر رشد کرده در جامعه یک سوال خیلی بزرگی هست، که چطور همه مثل هم فکر میکنند و در بسیاری از مواقع همه اشتباه فکر میکنند. ولی خب اینجا هم شما میبینید که اون جایی که ما میتونیم رفاه رو در اختیار جامعه قرار بدیم و اون این هست که اجازه بدیم که اقتصاد حد اکثر رفاه رو به وجود بیاره، حتی اگر این حد اکثر رفاه به صورت مساوی تقسیم نشده باشه، معلوم نیست در نهایت چه کسی برنده این قضیه خواهد بود. دقیق میفرمایید، من یک استادی بود یه زمانی، ما خدمتشو میرسیدیم، به رحمت خدا رفتن، به نام حاج اسماعیل دولابی. بعد ایشون تعریف میکرد، میگفت که یک دوستی من داشتم و این دوست میگفت که یک باغ خیلی مصفایی داشت. یک آقای خیلی پولداری اومد و این باغ رو ازشون خرید. این باغ ازشون خرید و بعد یکی دو بار به باغ سر زد و اینها، بعد دید که این باغ به این بزرگی باغبون گیر نمیاره، کسی گیر نمیاره که این باغ رو در واقع اداره کنه. به ایشون گفت که شما با چه منتی شما زحمت کشید در این باغ حضور پیدا کنید، مواظب این باغ باشید، من به شما حقوق میدم. این آقا تو باغ خودش نشسته بود، بعد باغش رو فروخت، ماهانه حقوق میگرفت و زندگیش هیچ تفاوتی نکرد. یعنی همون باغی که قبلا درش زندگی میکرد و حالا در همون باغ زندگی میکرد، از مزایای هوای خوب و طبیعت خوبم برخوردار بود و زندگی کاملا روبراه شد. میدونید، حالا ببینید همین طور هست. یعنی وقتی که شما میگید که حالا من چرا این مثال زدم، چون شما ممکنه بگید که خب اگر ما اجازه بدیم که جامعه سطح رفاه در جامعه افزایش پیدا کنه، ممکنه که اون پول داره بیشتر رفاه ببرد. دقیق میفرمایید، در حالی که رفاه و هپینس و شادی و مطلوبیت یک سری عوامل ذهنی هستند که اصلا ما نمیتونیم تعیین کنیم که چه کسی بهتر وضعیتش و چه کسی بدتره. من خاطرم هست در جوانی ما اولین مسافرت های جهادی رو ما انجام دادیم، حالا بقیه دارن نونشو میخورند و حالا به هر حال ما که برای نونش که این کارو نمیکردیم، که من یک سفری به بشاگرد داشتیم، خیلی دردناک بود، هنوزم که شنیدم همون شکل است. یک سفری به بشاگرد داشتیم و اونجا متاسفانه دیدیم سطح فقر خیلی بالاست، من خیلی ناراحت بودم. یک روزی من این ناراحتیم تموم شد، یعنی یه روزی فهمیدم که شاید من دارم اشتباه میکنم. اولا خیلی گرسنه بودن، خیلی وضع اصلا نه رفاه داشتن، نه درمان داشتن، نه آموزش درستی داشتن، نه غذای درستی میخوردن، به خاطر اینکه ضعف غذایی وجود داشت نمیتونستن کار کنند. و عجیب اینجاست که وقتی که کشاورزی میکردن، محصولاتی به بار میومد که اصلا در دنیا بی نظیر بود، یعنی انقدر کیفیت این محصولات بالا بود که در دنیا بی نظیر بود. بعد من یک روزی از یک جوان 17 ساله پرسیدم که شما الان چیکار میکنی؟ گفت من میرم مدرسه درس میخونم. حالا مدرسه کپری بود، یعنی مدارسی بود که معلم میاد سر کلاس، مثلا 5 تا کلاس همه نشستن، کلاس مثلا اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، چهارم دبیرستان، مثلا همه با هم سر کلاسن، یه معلم هم بیشتر در کل روستا نیست. گفتم شما چیکار میکنی؟ گفت میرم مدرسه درس میخونم. گفتم چند سالته؟ گفت 17 سالمه. گفتم خب سال بعد چی کار میکنی؟ گفت سال بعد دیگه مدرسه نمیرم، دیگه دیپلم میگیرم و ازدواج میکنم، بنا دارم که با یک دختری نامزد کردم و ازدواج میکنم. من دیدم این جوانانی که در شهر هستن این همه گرفتاری های ازدواج دارن و اینها، بله اونها غذا نداشتن ولی شاید از آب خوبی برخورد، آب هم حالا البته اینقدر چیز نبود، از هوای خوبی برخوردار بودن، زندگی اجتماعیشون خیلی راحت تر داشت میگذشت. میدونید، این هست که من نمیخوام توجیه بکنم فقری که اونجا وجود داشت و متاسفم که در تمام این سالها نتونستم برای مردم مظلوم کاری انجام بدم، در حالی که ما به اونها قول دادیم و تعهد کردیم که وقتی برگردیم به تهران سعی کنیم که منابع رو به سمت اونجا هدایت کنیم، ولی نتونستیم متاسفانه. علی ای حال، من صحبتم این هست که اگر که آیا صاحب باغ بیشتر منتفع میشه یا نگهدارنده باغبان باغ؟
کدومشون بیشتر از اون نعمت برخوردار میشن معلوم نیست. اگر یک فردی ثروتمند شد، اون وقت به خاطر این ثروتش رفت مثلا قایق موتوری خرید، بعد اون قایق موتوری رو یک فردی باید تعمیر کند، یا هواپیمای شخصی خرید، اون هواپیمای شخصی یک خلبان داشت خواهد داشت، یا اتومبیل آخرین مدلی خرید و اون اتومبیل یک راننده خواهد داشت. به نظر شما چه کسی بیشتر منتفع میشه؟ هیچ کس نمیتونه پاسخ بده که چه کسی داره بیشتر، مثلا اون آقای راننده ای که اصلا هیچ کاری واسش نبوده، دقت میفرمایید، اون آقای راننده ای که الان سوار مثلا ماشین رویز رویز آخرین مدل میشه و خیلی زندگی در یک ماشین خیلی تمیزی، کارش اینه که با آرامش تمام رانندگیش رو بکنه، حقوقش رو سر ماه میگیره و میتونه خانوادهش رو در واقع اداره بکنه، آیا اون راننده بیشتر منتفع شده یا اون فرد پولدار؟ نمیدونیم، نمیتونیم تشخیص بدیم، اصلا نمیتونیم قضاوت کنیم در این موارد. ممکنه که اون فرد پولدار یک مشکل شخصی داشته باشه، مثلا فرزند بیمار داشته باشه، یا نه اصلا در بیزینسش مشکل داشته باشه. شما نمیدونید چقدر، البته برخی از شما از عزیزانی هستید که در کار انترپرنرشیپ هستید، برخی در کار تجارت هستید، شما آگاه هستید. اما من خودم نمیدونستم، من خودم با همین اندیشه ها بزرگ شدم، رشد کردم، ولی یک زمانی من دبی رفتم و اونجا خیلی نظر من تغییر کرد. در دبی برای اولین بار من رفتم در کار تجارت و باورتون نمیشه این کار تجارت، ما یک دفتر خیلی خوبی داشتیم برای دوستانی که دبی تشریف بردن، در بر دبی روبروی برج مان یک دفتر بسیار شیک تازه سازی بود که اونجا من مدیر نفر دوم شرکت بودم، مدیر مالی شرکت بودم، و من یکی از سخت‌ترین دوران زندگی من اون یک ماهی بود که من به عنوان مدیر مالی اونجا کار میکردم. دقت میفرمایید؟ و این مسئله که اتفاق افتاده بود این بود که ما روزی چند جلسه داشتیم، شاید روزی 3 تا 4 تا جلسه داشتیم و دنبال این بودیم که یک سری قرارداد جدید ببندیم و یک سری کارهای جدید انجام بدیم و خیلی تلاش میکردیم و هیچ موفقیتی به دست نمی آوردیم. دقت میفرمایید؟ من اونجا بود فهمیدم که چون قبلا شنیده بودم از اساتید دانشگاه، به خصوص اساتید مثلا رشته های علوم سیاسی و جامعه شناسی و روانشناسی، اینها شنیده بودم که یک سری مثلا مردم بدبخت هستن، اینها زحمت میکشن، مثلا کشاورزی میکنن، بیل میزنن، کارگرند، میرن در کارخونجات کار میکنند، اون وقت یک سری افرادی هستند که در کار تجارت هستند و اموال اینها رو به غارت میبرند و به یغما میبرند و در واقع منفعت به این افراد میرسه. و من اونجا فهمیدم که اصلا نمیتونی شما قضاوت کنی، نمیدونی که این در واقع چه کسی در نهایت بیشتر زحمت کشیده، چه کسی بیشتر منفعت برده از اینکه این تجارت شکل بگیره. پس چی رو دارم خدمتتون عرض میکنم که در کتاب نیست، در بین سطور این کتاب قرار داره، این هست که شما سعی کن که ویست رو کم کنی، سعی کن که هدر رفت رو در اقتصاد به حداقل برسونی، سعی کن رفاه کل رو افزایش بدی. رفاه کل که افزایش پیدا کرد، رفاه تک تک دیر یا زود رفاه تک تک افراد جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. آقای ندایی سوالی رو مطرح کردم، استاد چرا در آمریکا تغییر نکرد نظرتون؟ یعنی چی؟ آها، در امریکا، برای اینکه در امریکا من تجربه کاری به اون صورت نداشتم، در دانشگاه کار میکردم و این که مثلا تجارت انقدر مشکله من هیچ وقت در امریکا متوجه نشدم، این یک مسئله. یک مسئله دیگه که بی خانمان ها رو در دبی میدیدم، در امریکا میدیدم، میدونید، یعنی واقعا زجرآور بود بعضی از در واقع صحنه هایی که ما در امریکا میدیدیم، افرادی که کنار خیابون میخوابیدن. من حتی یک فردی رو یک روزی بردم بهش، چقدر مردم نجیبی واقعا من اونجا دیدم، بعضیا خیلی نجیب بودن. حالا چرا عرض میکنم خدمتتون، یک فردی بود کنار خیابون وای میستاد، یک پیرمرد سیاه‌پوستی بود با ریش بلند، این هیچ کس نزدیک این فرد نمیشد، این گدایی میکرد ولی هیچ کس به این پول نمیداد و همه ازش فرار میکردند. حالا یه دلیلی که فرار میکردند این بود که ایشون یه عبایی مثل عبا مینداخت رو سرش و رو دوشش و ایشون مثل سالیان سال حموم نرفته بود و بوی بسیار بدی میداد. و من یه روزی دلم برای ایشون سوخت، ایشون رو دعوت کردم، بردم به یه کافی شاپ و شما تصور کنید این فرد با اون بوی گندش، با اون بوی واقعا متعفنی که داشت، اومد نشست تو کافی شاپ و این مسئول کافی شاپ فقط به من احترام کرد. یعنی یک کلمه شما بگید که ایشون بگه که آقا مثلا این تجارت منو از بین بردی، یعنی همه اولنشون رفتن بیرون،
به جای که این رو بگه خیلی با احترام اومدم برخورد کردم، من از پرسیدم چه میخوای، گفت یه لیوان قهوه. و متاسفانه هنوز یادم میاد، واقعا تاسف میخورم، من اشتباه کردم، فقط یک لیوان قهوه برای ایشون گرفتم و ایشون واقعا گرسنه بود، چون اون یک لیوان قهوه رو که شروع کرد خوردن به شدت دلش شروع کرد به قار و غور و بدنش نتونست تحمل بکنه اون قهوه رو، در حالی که در قهوه شیر بود، چیز خاصی نبود، شکر داشت، شیر داشت، ولی ایشون مثل که مدت ها بود مثلا یک نوشیدنی گرم نخورده بود و خیلی متاسفانه دلش ناراحت شد و اینها، و من باید بازم براش قهوه میگرفتم، ولی خب اینها هم در امریکا بود، در دبی اینها نبود، ولی میدیدید همه خیلی مرتب با رفاه بالا در ظاهر، ولی در باطن اون مثلا سختی کار که شما در دنیای رقابتی داری زندگی میکنی. یا مثلا ژاپن، شما وقتی من رفته بودم ژاپن، خب بسیار افراد مؤدب، بسیار بسیار تمیز، واقعا هیچ کشوری در دنیا من ندیدم مردمش انقدر تمیز باشن، ولی مثلا در امریکا، مثلا خاطرم هست که اون سه تا دانشجویی که از ژاپن اومده بودن هیچ وقت حرف نمی زدن، از نظر سوشال نمیتونستن ارتباط برقرار کنن. من برداشتم این بود به خاطر کار زیاده، به خاطر فشار زندگی که روشون هست. به هر حال همه صحبت هم این هست که ببینید، اگر که میخواید واقعا خدمت کنید در جامعه، سعی کنید که رفاه رو افزایش بدید، به جای اینکه بریم به سمت اینکه بیشتر به این فکر کنیم که حالا اگر رفاه یک شخصی افزایش پیدا کرد، این رفاه ازش بگیریم در اختیار فرد دیگری قرار بدیم. دلیلش چی هست که ببینید، اینکه شما رفاه کل جامعه رو در واقع افزایش بدید، این شده نیست. اینکه رفاه یک فرد رو بگیرید در اختیار فرد دیگر قرار بدید، معلوم نیست مطلوب باشه، احتمالا در بسیاری از مواقع نامطلوبه. دقت میفرمایید، در بسیاری از مواقع میتونه نامطلوب باشه اینکه رفاه یک فرد رو بگیریم در اختیار سایر افراد قرار بدیم. مثال های متعدد دارم خدمت شما بزنم. مثلا دو تا فرد هستن در دبیرستان، یکی خیلی زحمت میکشیده، یکی زحمت نمیکشیده. حالا اون فردی که زحمت میکشیده رفته شده مثلا جراح مغز، اون کسی که زحمت نکشیده مثلا اون مثلا شده یک فروشندهی که اتفاقا میبینه زندگی بدی هم نداره. حالا ما از این جراح مغز رفاهش رو میگیریم میزنیم در اختیار افراد دیگر. خب اینکه از جراح مغز شما رفاهش رو بگیرید، آیا به نفع جامعه است یا به ضرر جامعه است؟ آیا واقعا عدالت در این هست؟ آیا فقط امروز این رو دیدی؟ اون 15 سالی که این فرد درس خونده، شبها کشیک بوده، روزی 20 ساعت کار کرده در مقابل افراد دیگری که از زندگیشون منتفع شدن، خوش گذروندن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، در مهمونی شرکت کردن، این فردی که این 10-15 سالشون میگذاره تا جراح مغز بشه، آیا تا آخر عمرش اگر جامعه این رو تأمین کنه آیا جبران میشه؟ معلوم نیست جبران بشه. دقت میفرمایید، حالا ما میگیم که رفاه یک سری از افراد رو بر فرض که مطلوب باشه که رفاه فرد رو بگیریم در اختیار افراد دیگر قرار بدیم. البته من صحبتهایی دارم قبلا خدمتتون کردم که یک معیشت حد اقلی برای همه جامعه باید تأمین بشود و این معیشت حد اقلی رو باید از افراد بسیار منتفع جامعه دریافت کرد و اتفاقا در این عدالت هست، چون که در واقع تأمین حداقل معیشت بیش از هر چیزی امنیت برای افراد ثروتمند ایجاد خواهد کرد، مثل مثلا جامعه ژاپن که سطح امنیت اجتماعی خیلی بالاست. حالا اون یک بحث جداگانه است، اما صحبت این هست که اگر شما اومدید از افراد مثلا مالیات گرفتید، رفاهشون رو دریافت کردید، چه تضمینی وجود دارد که در اختیار اون فردی که قرار هست هدف قرار بگیرد در نهایت قرار بگیرد؟ الان در جامعه ما با این همه ادعاهایی که داریم، آیا منابع رو میفرستیم میدیم به افرادی که کمتر بهره‌مند هستند، یا در بسیاری از مواقع مواهب رو دولت دریافت میکنه در نهایت بین افرادی که وضعیت زندگی بهتری دارن توزیع میکنه؟ کدوم یکی از اینا داره اتفاق میفته؟ دقیقاً میفهمم کدومش اصلا باید اتفاق بیفته. اینا همه سوالاتی هست که مطرح میشه و اینجا ما داریم سعی میکنیم که روی مسئله مازاد در اقتصاد تاکید کنیم، مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده و مازاد کل رو در نظر بگیریم. مازاد مصرف کننده رو دفعه قبل تعریف کردیم، گیم که یک مسئله وجود داره به نام تمایل به پرداخت، حد اکثر مبلغی است که خریدار برای کالا میپردازد.
چقدر آن کالا برای چقدر آن خریدار برای یک کالا ارزش قائل است. ببینید از کجا متوجه میشیم؟ هر فردی رو میتونیم مثلا یک کالای خاص رو در نظر بگیریم و از این فرد بپرسیم که شما این کالا رو حاضر چقدر خریداری کنید، و افراد خیلی قیمت‌های متفاوتی رو مطرح خواهند کرد. بالاترین قیمتی که اون فرد خاص حاضر است بپردازد رو تحت عنوان تمایل به پرداخت در نظر میگیریم. هر فردی در جامعه برای هر کالا یک تمایل به پرداخت داره که اگر این کالا رو خریداری میکند باید قیمت بازاری اون کالا کمتر یا مساوی تمایل به پرداخت باشد. مثلا یک کامپیوتری هست، مثلا من حاضرم برای این کامپیوتر مثلا 25 میلیون تومان یا مثلا 30 میلیون تومان به اندازه 1000 دلار بدهم، همون کامپیوتر رو یک فرد دیگری، حالا مثلا چرا من حاضرم 1000 دلار بدم؟ برای اینکه مثلا من کار گرافیک انجام میدم و به این کامپیوتر احتیاج دارم. یک فرد دیگری کامپیوتر احتیاج داره برای اینکه مثلا در شبکه‌های مجازی حضور پیدا بکنه. اون فرد تمایل به پرداختش 1000 دلار نیست. اون فرد شاید 500 دلار بیشتر حاضر نیست به پردازه. تمایل به پرداخت برای کالاهای مختلف کاملا متفاوته. من عرض کردم جلسه پیش خدمتتون، مثلا یک کسی ممکنه مثلا کالایی که به نظر شما کاملا ضروری است و همه باید ازش منتفع بشوند، مثل مسئله که الان ما در وزارت اقتصاد داریم در زمینه نان، میگن خب سهمیه بندی بشود، هر کس در روز یک عدد نان دریافت کند. خب یک سری افراد هستن نمیتوانند نان بخورند، شما اینا رو مجبور میکنی که نان دریافت کنند، درسته؟ از آقای نیخا نوشتن که در زمانهای مختلف، اگر منظورشون این است که تمایل به پرداخت در زمانهای مختلف متفاوته، کاملا درسته. در مکانهای مختلف، در زمانهای مختلف، در شرایط مختلف تمایل به پرداخت کاملا تغییر میکنه. شما الان مثلا اول صبح میری یه بطری آب میخری، میری راه میفتی میری کوه، وسط کوه آب تموم میشه، یک دکه ای میرسی اونجا، حاضری دو برابر، سه برابر، پنج برابر، ده برابر برای اون آب پرداخت کنی. در لحظه، در عرض یک ساعت تمایل به پرداخت شما از مثلا بطری 2000 تومان به بطری 20000 تومان افزایش پیدا کرد. شما حاضر بودی 20000 تومان هم بپردازی که آب بخری. ولی بالای کوه مثلا به جای 2000 تومان 3000 تومان داره این کالا رو میفروشه. اینکه 3000 تومان میفروشه و شما حاضری 20000 تومان پرداخت کنی، یعنی مازاد مصرف کننده در این شرایط خاص به شدت بالا رفت. این مفهومی که من دارم خدمتتون عرض میکنم بیشتر یک مفهوم کمی دقیق نیست، اما یک مفهوم ریاضی هست، یک مازادی وجود دارد. اگر ما بتوانیم کم می کنیم یا نتوانیم فرقی نمی کند. صحبت ما این هست که مصرف کننده اگر که با میل خود وارد یک معامله بشه، تمایل به پرداختش مساوی یا بالاتر از قیمت بازار بوده، پس مازادی برای مصرف کننده شکل می گیره. مبلغی که خریدار حاضر است برای کالا پرداخت کند، منهای مبلغی که واقعا پرداخت می کند. تمایل به پرداخت منهای قیمت پرداخت شده. خب اینو ما میگیم مازاد مصرف کننده. دفعه قبلم خدمتتون نشون دادیم مثلا الان 4 تا تمایل به پرداخت برای 4 نفر رو در نظر گرفتیم. مثلا برای یک کالای آقای تیلور حاضر 100 دلار بپردازه، کری 80 دلار، ریحانه 70 دلار، گاگا 50 دلار. مازاد مصرف کننده منافعی را که خریداران از مشارکت در بازار به دست می آورند اندازه گیری می کند. ارتباطی نزدیک با منحنی تقاضا دارد. در واقع منحنی تقاضا تک تک مازادهای مصرف کننده را میاد در یک منحنی قرار می ده. میلیون ها نفر در یک جامعه یک خط تقاضا رسم می کنیم که این خط تقاضا تمایل به مصرف نشون می ده. دقیق می‌فرمایید خط تقاضا خط تمایل به مصرف، چیزی به جز این نیست. یا جدول تقاضا، ببینید جدول تقاضا ناشی از تمایل به پرداخت خریداران احتمالی است. دقیق می‌فرمایید و مازاد مصرف کننده در یک قیمت خاص از طریق منحنی تقاضا یا از طریق جدول تقاضا شما میاد مازاد مصرف کننده رو تعیین می‌کنید. حالا اینجا مثلا در نظر بگیرید که مثلا این خواننده‌های مختلف، حالا
اینا تقاضا برای چی بوده؟ بذارید فارسیشو براتون بیارم. نه دیگه، این جدول تقاضا و منحنی فراد ارزشیه. ای بابا اینا چرا غلط نوشته؟ جدول تقاضا و منحنی تقاضا رو اینجا ملاحظه بفرمایید. اگر که حالا این برای چیه؟ برای نسخه اولیه آلبوم الویس پرسلی. مثلا نسخه اولیه آلبوم الویس پرسلی رو افراد مختلف که در کار موسیقی هستند با قیمت‌های مختلف حاضرن خریداری کنند. اگر قیمت 100 دلار یا بیشتر باشه هیچ کس نمی‌خره. پس در قیمت 100 دلار ملاحظه می‌فرمایید که تقاضا صفره. در قیمت 100 دلار تقاضا صفر. وقتی یعنی بیشتر از 100 دلار. وقتی که قیمت به 100 دلار میرسه تا 80 دلار فقط خانم تیلور حاضر خریداری کنه. یک نسخه خریداری می‌کنه. اگر قیمت به 80 دلار برسه خانم تیلور که خریداری میکنه، خانم کری هم خریداری میکنه. اگر قیمت به 70 دلار برسه خانم ریحانه هم خریداری میکنه. اگر قیمت به مثلا کمتر از 50 دلار برسه خانم گاگا هم خریداری میکنه. دقت میفرمایید؟ پس اگر قیمت رو شما 50 دلار گذاشتید 4 تا نسخه بیفروشید. اگر قیمت رو 100 دلار بگذارید یک نسخه بیشتر نخواهید فروخت. اگر قیمت رو 110 دلار بگذارید اصلا فروشی نخواهید داشت. این جدول تقاضا و این منحنی تقاضا است که اینجا ما میبینیم. در هر مقدار قیمت توسط منحنی تقاضا داده میشود. پس هر مقداری که باشه میتونیم بگیم در چه قیمتی این مقدار تمایل به خرید وجود داره، این مقدار خریداری میشود. تمایل خریدار حاشیه. پس ببینید این تمایل خریدار حاشیه‌ای را به پرداخت نشون میده. یعنی میگه این خریدار خاص که حالا داره وارد میشه، قبل از این وارد نمیشد، این چقدر حاضره به پردازه برای خرید. تمایل خریدار آخر یا تمایل خریدار حاشیه‌ای رو نشان میدهد. خریداری که اگر قیمت بالاتر بود اولین فردی بود که بازار را ترک میکرد. ملاحظه بفرمایید در این شکل اگر قیمت 50 دلار باشه هر 4 نفر خریداری میکنن. به محض اینکه قیمت از 50 دلار بالاتر میره اولین فردی که بازار رو ترک میکنه خانم گاگا هست. دقت میفرمایید؟ به محضی که قیمت از 70 دلار افزایش پیدا میکنه میشه 71 دلار، خانم گاگا که قبلا خارج شده از بازار حالا ریحانه هم از بازار خارج میشه. خب پس مشخص شد. پس یک خریداری وجود داره که ما اینو تحت عنوان خریدار حاشیه‌ای میشناسیم. و این خریدار حاشیه‌ای در یک قیمت خاص ممکنه دیگه توانش در اون حد باشه. اگر قیمت بیشتر از اون بره پرهاش میسوزه، دیگه حاضر نیست ادامه بده، دیگه حاضر نیست در اون بازار حضور داشته باشه. خب مازاد مصرف کننده رو از همینجا میشناسیم. سطح زیر منحنی تقاضا و بالای قیمت تعادلی رو تحت عنوان مازاد مصرف کننده میشناسیم. اگر قیمت 100 دلار باشه چه کسی خریداری میکرد اول؟ یادتونه خانم تیلور خریداری میکرد در قیمت 100 دلار، ولی این قیمتی بود که برای خانم تیلور قیمت 100 دلار چی بود؟ قیمت سر به سر بود. یعنی حالا تفاوت زیادی واسش نداشت. اگر قیمت 101 دلار خریداری نمی‌کرد، اگر قیمت 100 دلار خریداری می‌کرد. در قیمت 100 دلار مازاد مصرف کننده یک واحد کالا خریداری میشه و مازاد مصرف کننده صفر. درست خریداری انجام شده، ولی اون فردی که خریداری کرده خیلی هم خوشحال نیست از این خریدی که انجام داده. به محض اینکه قیمت از 100 به 80 میرسه فرد دوم خریداری میکنه، یعنی خانم کری وارد میشه، فرد دوم هم خریداری میکنه، ولی فرد دوم دیگه مازادی ندارد. ولی مازاد فرد اول خانم تیلور حاضر بود 100 دلار برای این کالا بپردازه و قبلا هم که قیمت 100 دلار بود پرداخته بود، اما حالا قیمت شده 80 دلار. فاصله بین 20 به 80 خانم تیلور بسیار منتفع شده، بسیار خوشحال از این قضیه که قیمت کاهش پیدا کرده. قیمت که به 70 میرسه خانم کری هم به مقدار 10 دلار منتفع می شود، ولی فرد سوم در واقع مازاد مصرف کننده ای نخواهد داشت. پس مازاد مصرف کننده در قیمت 80 دلار هست 20 دلار. مازاد مصرف کننده در قیمت 70 دلار هست چی؟ هست ببینید، هست فاصله بین 70 تا 100 که 30 ضرب در 1 به علاوه 10 ضرب در 2.
30 واحد مازاد مصرف کننده خانم تیلوره، 10 واحد مازاد مصرف کننده خانم کری هست. قیمت پایین تر باعث افزایش مازاد مصرف کننده می شود. یکی از روش هایی که شما می تونید واقعا مردم رو خوشحال کنید اینه که به صورت واقعی قیمت کاهش پیدا کنه یا به صورت واقعی دستمزد افزایش پیدا کنه. اگر واقعا اتفاق بیفته، یعنی تورم در رفته، شما ببینید قیمت کالا کاهش پیدا کرد. نه، مازاد مصرف کننده منفی که نمیشه که، چون نمیتونیم اجبار کنیم افراد رو خرید کنن و زیان بدهند. دقیق میفرمایید آی نوری؟ پس مازاد مصرف کننده منفی نداره. در این تعریفی که ما از بازار داریم مازاد مصرف کننده منفی نداره. ولی خب شما اگر یک سازمان تخریب مصرف کننده و تولید کننده مثلا ایجاد کنید، خب اون سازمان میتونه بیاد بگه که از این بعد هر کس خواست مثلا سیب زمینی بخره، با سیب زمینی باید یک مثلا بطری شامپو هم بخره. دقیق میفرمایید اینجا ممکنه مازاد مصرف کننده منفی، به خاطر اینکه شما شامپو اصلا سرتون کچله، مثلا یه فردی هست مثلا مو نداره، بعد مثلا شامپو رو مجبور کردن. من خاطرم از یه وقتی من داره همه دوستام هدیه خریدم، بعد خب خودم رو دیده بودم، البته اون زمان من خیلی مو داشتم و اینها، بعد یه برسای خیلی خوبی من یه جا پیدا کردم، رفتم هدیه خریدم، اومدم هدیه رو بدم، وقتی که چیز شد، وقتی که در بالاخره دوستان جمع شدن و دعوتشون کردم، اومدم هدیه رو بدم، همین که اومدم هدیه رو بدم به یکی از دوستان نگاه کردم، دیدم که ای بابا من اصلا یادم نبود، ایشون کاملا صاف بود، کاملا خیلی هم ترتمیز بود سرشون و اینها. اصلا موندم چیکار کنم، گفتم اینو من برای همسر آینده شما خریدم. خلاصه یه جوری ما سعی کردیم حلش کنیم. بله آقای نوری هم نوشتن که هدیه رو وانکرد فس برستم. بله چرا برخورد، اتفاقا داشتون برخورد بود شدید، هر کاری هم کردیم فایده نداشت، آخه ما مهمونی خداحافظیشون هم بود، ما هدیه رو خریده بودیم. بله بله آقای میرزایی نوشتن که کچله میره سنونی، همه میخندن، میگه اومدم آب بخورم. بله بسیار عالی، بسیار عالی. خب پس یک مسئله که میتونه اتفاق بیفته این هست که قیمت پایین‌تر باعث افزایش مازاد مصرف کننده میشه. و واقعا من این رو وقتی برای ادامه تحصیل رفتم امریکا، یکی از اساتید من به من گفت که هیچی با خودت نبر. گفتم چطور؟ گفت همه چی امریکا ارزون‌تر از ایران. من باورم نمیشد و رفتم اونجا و دیدم که تقریبا همه کالا در امریکا ارزون‌تره، خدمت در امریکا گرانتره. دوستان میدونید وقتی کالا ارزون باشه خدمت گران باشه یعنی چی؟ آها، رفاه بیشتر. نه اقتصاد که خدمت محور بود، تمام اقتصادهای برجسته دنیا خدمت محورند، نقش خدمات خیلی بالاست در اقتصادها، یعنی مردم دستمزد بیشتری میگیرند و کالاها رو ارزونتر خریداری میکنند. دیگه چی از این بهتر؟ یعنی سطح رفاه بالاتر. اصلا همینجاست که شما سطح رفاه میتونی تشخیص بدی. دقت میفرمایید ما یک سلمونی میرفتیم، این دانشجوها میومدن سر میزدند، بعد این 8 دلار بود، بعد شما باورتون نمیشه اینا چجوری میزدن اصلا. یعنی بدون کوچکترین یعنی خجالتی، شاید برای اولین بار بود طرف مثلا دستگاه کلیپر رو گرفته و دستش، این دستگاه ماشین رو گرفته و دستش و همینجوری گله گله میزدن. 8 دلار میگرفتند، 8 دلار. بعد یک در اون اواخر من یک سلمونی پیدا کردم که یادم نیست فکر کنم مثلا 12 دلار میگرفت. این در مقابل اون 8 دلار واقعا کاری که این انجام میداد بی‌نظیر بود. چقدر بهتر کار میکرد. و یک بار من رفتم اشتباهی به جای سلمونی رفتم سالون، اینا تفاوتشو اون زمان نمیدونستم، بعد طرف خیلی تعجب کرد چون فکر کرد که من خیلی پول دارم. اونجا 35 دلار از من گرفت در سالون. بله 35 دلار گرفت. یعنی ببینید چقدر تفاوت قیمت خدمات بود و این خیلی خوبه در یک جامعه که اینقدر تفاوت وجود داره. ولی همون 8 دلاری هم که در واقع اون فرد دانشجو از ما میگرفت، خب 4 دلارشو میداد به مغازه‌دار، 4 دلارشو برای خودش برمی‌داشت،
خب با اون کیفیتی که اون میزد مثلا در هر ساعت 4 تا سر و کوتاه میکرد دیگه، همینجوری یه کاری میکرد میرفت. و شما تصور بکنید که مثلا ساعتی 4 تا 16 دلار درآمد داشت و مثلا یه روز که کار میکرد مثلا 8 تا 16 دلار مثلا 100 دلار درآمد داشت و بدین طریق میتونستن واقعا زندگیشون رو بگردونن. و بعد میرفتن کالا رو میخواستن خریداری کنن، خب خیلی خیلی ارزون تر میخریدن. خیلی خب، پس قیمت اگر بیاد پایین، رفاه جامعه کلا، مازاد مصرف کننده افزایش پیدا میکنه. چگونه افزایش پیدا میکنه؟ مثلا ببینید، قیمت وقتی از 100 می اومد 80، ملاحظه بفرمایید قیمت که از 100 بیاد 80، اون که امروز مصرف کننده بوده به خاطر اینکه قیمت پایین تره مازاد مصرف کننده پیدا میکنه و مازاد مصرف کنندهش رشد میکنه. یکی این مسئله است. یکی دیگه در سطح 80 یک سری افراد جدید هم وارد میشوند، یعنی خانم کری هم وارد میشه. دقیق میفرمایید؟ پس هم خریداران موجود وقتی قیمت کاهش پیدا میکنه، افزایش مازاد مصرف کننده خریداران موجود موجب میشه که کل جامعه مازاد مصرف کننده در کل جامعه افزایش پیدا کنه، و هم این که چون خریداران جدیدی وارد به بازار میشوند، باز مصرف مازاد مصرف کننده باز افزایش پیدا میکنه. هر دوی اینها همزمان داره اتفاق میفته. تمایل به خرید کالا با قیمت پایین تر دارند این افرادی که تازه وارد شدند. دقیق میفرمایید؟ پس اگر که ما میگیم که مازاد مصرف کننده سطح زیر منحنی هست اینجا، اگر مازاد مصرف کننده در قیمت P1 مثلث ABC بوده، در قیمت P2 اگر مازاد مصرف کننده اینجا این بوده، این مثلثی که داریم میبینیم اینجا بوده که من دارم هاشور میزنم مثلث رو، وقتی قیمت از P1 به P2 کاهش پیدا میکنه، هم اون مصرف کنندگان سابق که فاصله بین 0 تا Q1 بوده، این مصرف کنندگان سابق بیش درگیرشون میاد، یعنی حالا مصرف کنندگان سابق به جای اون مثلثی که قبلا داشتیم الان دیگه یک زوزنقه پیدا میکنن که فاصله ACEDA هست، یعنی مازادشون افزایش پیدا کرده. هم یک سری مشتری جدید از Q1 تا Q2 وارد میشوند که این مشتریان جدید هم یک مازادی رو به دست خواهند آورد که بر مازاد مصرف کنندگان قبلی افزوده خواهد شد. بسیار، این رو ما قبلا هم توضیح داده بودیم، بنابراین سریعتر جلو میریم. حالا مازاد مصرف کننده سودی که خریداران از یک کالا دریافت میکنند، همانطور که خود خریداران آن را درک میکنند. یعنی میگه که این سود رو خود خریدار در ذهنش هست که هر کسی برای خودش یک معیارهایی داره که خوشحالیشو تعیین میکنه از اینکه بالاخره یک کالایی رو خریداری کرد و در ذهنش هست. معیار خوبی برای رفاه اقتصادی است، ولی حالا اینکه چگونه شما بتونید اینو محاسبه کنید جای سوال داره. اما یک جایی هست که اصلا استثناست، یعنی مازاد مصرف کننده معیار خوبی برای رفاه اقتصادی نیست. مازاد مصرف کننده که افزایش پیدا میکنه شاید رفاه جامعه کاهش پیدا میکنه. نمونه مشخصش مواد مخدر غیرقانونیه. معتادان به مواد مخدر حاضرن بهای زیادی برای هروئین بپردازن. حالا اینکه معتاد هر بهایی حاضر بپردازه، شما بگو که مثلا اگر طرف واقعا نیاز داشته باشه، شما بگو که مثلا 1 گرم هروئین مثلا قیمتش مثلا 10 برابر بگو، این حاضر بپردازه چون که وابسته شده به اون ماده. دقت می‌فرمایید؟ میره مثلا دزدی میکنه که اون رو بپردازه. این که فاصله قیمت، ببینید در مورد مواد مخدر این طوریه. ببینید اگر بخوام مثلا یک نمودار عرضه و تقاضا برای شما رسم کنم، فرض کنید، دقت بفرمایید، ببینید آیا کشش مواد مخدر بالاست یا پایین دوستان؟ نه دیگه، بیکشش، یعنی تغییری نمیکنه. یعنی اگر قیمت بالا باشه پایین باشه براشون فرق نمیکنه. وقتی پرکششه مثلا نمودار تقاضا به صورت افقی میشه،
وقتی بیکششه یعنی هیچ کاریش نمیتونه بکنه، مجبوره که از یک جای تأمین کنه. ببینید منحنی تقاضا به این صورت، مثلا جایگزین نداره، که جایگزین نداره مثلا برای هروئین جایگزین نداره. خب بنابراین ببینید، حالا در این شرایط اگر قیمت ماده مخدر مثلا در این قیمت باشه، ملاحظه بفرمایید، من قیمت رو میخوام اینجا بکشم خدمت شما. بله، اگر قیمت ماده مخدر مثلا در این حدود باشه، مازاد مصرف کننده رو شما ببینید چقدر بالاست. دقیق میفرمایید مازاد مصرف کننده رو شما ملاحظه بفرمایید، مازاد مصرف کننده اینجایی که من حاشور میزنم، این حاشور ملاحظه بفرمایید مازاد مصرف کننده بسیار بسیار بالاست، به بی‌نهایت میره، درسته دوستان؟ خیلی خیلی بالاست، همینجوری ادامه پیدا میکنه. اینکه مازاد مصرف کننده خیلی بالا هست نشانه رفاه معتادان و نشانه رفاه جامعه نیست. پس همیشه اینطور نیست که مازاد مصرف کننده رو شما بگید که در مورد گودز مازاد مصرف کننده معنای رفاه میدهد، در مورد بادز چنین چیزی رو ما چی؟ نداریم، در مورد گودز داریم. پس ببینید این جمله که اینجا نوشته دقت کنید، افرادی که خودشون معتاد نیستن از بیرون که می نگرند، برداشتشون اینه که اگر که مثلا قیمت مواد مخدر کاهش پیدا بکند، مثلا قیمت از P1 به P2 برسه، یعنی مثلا قیمت به اینجا برسه، ظاهرا مازاد مصرف کننده یک تغییر خیلی خوبی داشته. دقیق می‌فرمایید، یعنی مازاد مصرف کننده الان ببینید این سطح جدید رو هم شامل می‌شود، ولی ناظر بیرونی معتقده که این مازاد جدید واقعا انقدر روی نعشگی معتاده تأثیر نداره، روی رضایت معتاده فرق نمی‌کنه واسش. اگه بالاش باز باشه، پس در هر قیمتی مازاد مصرف کننده، حالا باز بازم که نیست، ولی مازاد مصرف کننده خیلی بالاست در محاسبات، دقیق می‌فرمایید خیلی بالاست، ولی این نشانه این نیست که معتادان وقتی قیمت کاهش پیدا میکنه از یک مثلا انتفاع مثلا ویژه ببرند. مثلا از قیمت P1 وقتی به قیمت P2 میرسیم، وقتی قیمت کاهش پیدا میکنه، دقیق می‌فرمایید اینجوری کاهش پیدا میکنه. بله ملاحظه فرمودید، این لزوما به معنی رفاه نیست. در مورد کالاهای گودز، کالاهای مفید، این رو میتونیم در مورد مازاد مصرف کننده به این صورت میتونیم رابطه یک به یک با رفاه برقرار کنیم. حالا بر روی سیگار نه، فرق میکنه، دقت میفرمایید، چون مصرف یک فرد سیگاری با مصرف یک فرد معتاد یکی نیست. دقت میفرمایید، حالا باید روش بحث کرد، من حالا این در این زمینه ها تخصص ویژه ندارم که خدمت شما بحث کنم، ولی ممکنه که اگر قیمت سیگار کاهش پیدا کنه، فرد مثلا بیشتر سیگار بکشه، بعد ممکنه در ذهن خودش احساس کنه منتفع شده، به نفع جامعه نیست، ولی ممکنه فرد خودش، ما الان داریم روی خود فرد صحبت میکنیم، در انتهای فصل در مورد جامعه هم صحبت خواهیم کرد، ولی الان داریم روی خود فرد صحبت میکنیم. بله در مورد دارو کلا میگیم دارو بیکششه دیگه. بله حالا داروی بیماری خاص که جای خودشو داره، مثلا داروهای سرطان همین الان در ایران هم بعض وقتا مبالغ خیلی بالا افراد پرداخت میکنن. بسیار، حالا ما در مورد مازاد مصرف کننده توضیح دادیم، به همین صورت میتونیم مازاد تولید کننده رو داشته باشیم، مازاد عرضه کننده رو داشته باشیم. در مازاد عرضه کننده و تولید کننده مسئله خیلی راحت تره. چرا؟ برای اینکه تمایل به مصرف در ذهن مصرف کننده شکل میگیره. شما به روش غیر مستقیم می توانید تمایل به مصرف رو چیکار کنید؟ در واقع کمی کنید، کمی سازی کنید، میتونید اندازه بگیرید و می دانید که این اندازه گیری دقیق نیست. اما در مورد مازاد تولید کننده خیلی مشخصه، تولید کننده تا وقتی که هزینه هاش تامین بشه حاضر تولید کنه، تا وقتی ضرر نکنه حاضر تولید کنه، هر چه قیمت از هزینه بالاتر باشه تولید کننده راضی تر خواهد بود. تفاوت بین قیمت و هزینه رو چی میگیم؟
تفاوت بین درآمد و هزینه ها رو، ما مجموع کل هزینه ها رو چی میگیم؟ میگیم سود. پس بنابراین مازاد تولید کننده همون سودی هست که دریافت میکنه، در حالی که مازاد مصرف کننده یک پدیده ذهنی است که ما باید تعریفش کنیم، روش زیاد بحث داریم. خب حالا اگر هزینه رو تعریف کنیم، ارزش همه چیزهایی که یک فروشنده برای تولید کالا باید از آن چشم پوشی کند، تمام هزینه که پرداخت میکنه، تمام ارزشی که پرداخت میکنه یک کالا رو تولید کنه. خب همین در واقع همین هزینه معیاری است برای تمایل به فروش، اندازه تمایل به فروش رو نشون میده، معیاری برای تمایل به فروش. پس ما اصلا لزومی نداره تمایل به فروش رو مجددا تعریف کنیم مثل تمایل به مصرف. ما اصلا بگیم همین هزینه رو که بگیم کافیه. مازاد تولید کننده مبلغیه که فروشنده برای کالای دریافت میکند منهای هزینه تهیه آن. دقت فرمودید؟ قیمت دریافتی منهای تمایل به فروش. خیلی راحت مشخص شد. مثلا آها اینجا خیلی مثال قشنگی زده. اینها 4 تا فروشنده هستند، احتمالا فروشنده تابلو نقاشی هستند دیگه، چون وینسنت ون گوگ فکر میکنم باشه، یکیش وینسنت از 900 دلار کمتر حاضر نیست نقاشی رو بفروشه، آقای کلاود 800 دلار کمتر از هزینه واسهش 800 دلار داره، وینسنت هزینه که نقاشی واسهش داشته 900 دلار بوده، پابلو پیکاسو مثلا هزینه که داشته 600 دلار بوده، اندی که نمیدونم منظور کدوم پینتر هست کدوم نقاش هست، بله 500 دلار. اینا هزینه های مختلفی هست که این 4 فروشنده دارن. این 4 فروشنده هزینه هاشون تبدیل میشه به مازاد تولید کننده. مازاد تولید کننده ارتباط نزدیکی با منحنی عرضه داره. جدول عرضه رو میتونیم از جدول عرضه میتونیم هزینه های تامین کنندگان رو به دست بیاریم و مازاد تولید کننده رو به دست بیاریم. در هر مقدار قیمت ارائه شده توسط منحنی عرضه هزینه فروشنده نهایی را نشان میدهد. فروشنده نهایی کیه؟ فروشنده ای که اگر قیمت کمتر بود ابتدا بازار را ترک میکرد، اولین فردی بود که بازار را ترک میکرد. خب حالا ملاحظه بفرمایید، اگر قیمت تابلوی نقاشی در یک حراج 500 دلار باشه، فقط اندی ورهول وارد میشه، فقط اندی ورهول حاضر بفروشه. اگر قیمت به 600 دلار برسه، هم اندی ورهول میفروشه و هم پابلو پیکاسو میفروشه. اگر که قیمت به 800 دلار برسه، کلاود هم میفروشه. اگر قیمت بالای 900 دلار باشه، وینسنت ون گوگ هم میفروشه. پس در قیمت 900 دلار 4 تابلو عرضه خواهد شد، در قیمت کمتر از 500 دلار 0 تابلو عرضه خواهد شد. پس عرضه در این نمایشگاه نقاشی منحنی عرضه بین 0 و 4 خواهد بود از نظر مقداری، از نظر قیمتی بین 500 تا 900 دلار. البته شما میتونید بگید بین 0 تا بی‌نهایت خواهد بود، ولی در این محدوده است که ما داریم در واقع به صورت خاص تحلیل میکنیم. خب منحنی عرضه عرض کردم خدمتتون هزینه‌های فروشندگان را منعکس میکند، برای اندازه‌گیری مازاد تولید کننده استفاده میشه. مازاد تولید کننده چیه؟ خیلی راحت، منطقه زیر منحنیه. در قیمت 600 دلار آقای اندی فاصله 1 ضرب در 600 منهای 500، یعنی 100 ضرب در 1 به مقدار 100 واحد 100 دلار ما سود کسب میکند. پس مازاد تولید کننده در قیمت 600 دلار 100 دلار خواهد بود که به جیب آقای اندی میره. در قیمت 800 دلار آقای اندی فاصله 800 تا 500 رو ضرب در 1 تابلو نقاشی کسب میکنه، یعنی 300 دلار آقای اندی کسب میکنه. و پابلو پیکاسو فاصله بین 600 تا 200، 200 دلار ضرب در 1 تابلو نقاشی، 200 دلار پابلو پیکاسو کسب میکنه. 200 به علاوه 300، 500 دلار در قیمت 800 دلار سود تولید کننده است. فاصله بین درآمد تولید کننده، درآمد تولید کنندگان، درآمد عرضه کنندگان و هزینه های عرضه کنندگان است. قیمت بالاتر حالا مازاد تولید کننده را افزایش میدهد. دقت بفرمایید، ما از یک طرف در بازار کالا و خدمات گفتیم که قیمت پایین تر در واقع مازاد مصرف کننده رو افزایش میده، از یک جهت دیگه میگیم قیمت بالاتر مازاد تولید کننده رو افزایش میده. این در نهایت از نظر ریاضی به اینجا می انجامد که بگوییم یک قیمتی وجود داره که در اون قیمت بازار به تعادل میرسه. دقت میفرمایید، یک قیمتی وجود داره که در اون قیمت
تعداد عرضه ها و تعداد تقاضا با هم برابر میشه. این تفاوت در واقع سود میشه به مفهومی که ما اینجا در نظر میگیریم، ولی سود اقتصادی معمولا از سود حسابداری کمتره. یعنی ما اگر یک فردی سود حسابداری ببرد، فرض میکنیم که اصلا سودش صفر بوده. حالا نشون میدم خدمتتون. ببینید در قیمت 500 دلار آقای اندی حاضر نیست کمتر از 500 دلار بفروشه. در قیمت 500 دلار ما میگیم سود آقای اندی صفره، ولی در قیمت 500 دلار احتمالا آقای اندی مثلا یه چیزی حدود 50 دلار مثلا سود میکرده، که این 50 دلار رو مثلا باید بده اجاره. حالا مثلا اینجوری بگم خدمتتون، مثلا ممکنه که نه اجاره، که مثلا اینترست بده، دقیق فرمایید سود سهام بده یا بهره بانکی بده. حالا اون بهره بانکی رو مثلا ممکنه مجزا بکنه از سودی که کسب کرده. بنابراین یک افتراقی، یک فاصله وجود داره بین سود اقتصادی و سود حسابداری، که بعدها، نه منظورم تورم نیست، که بعدها ما وقتی ما پس انحصارات مطرح بشه روی این سود اقتصادی خیلی تاکید میکنیم، میگیم که مثلا نباید بنگاه ها سود اقتصادی کسب کنند، ولی سود حسابداری میتونند کسب کنند، یعنی سودی که رابطه با ریسک داره. به عنوان مثال خب قیمت بالاتر مازاد تولید کننده رو افزایش میده. چرا افزایش میده؟ بازم مثل تقاضا میمونه، به دو دلیل. در قیمت بالاتر فروشندگان موجود بیشتر سود میکنند و فروشندگان جدیدی هم وارد میشوند که حالا تمایل دارند، در قیمت بالاتر تمایل به تولید دارند. ببینید این دقیقا مثل مثال تقاضا بود. اینجا ملاحظه میفرمایید که مثلا در قیمت P1 مازاد تولید کننده فاصله بین P1 و منحنی عرضه هست. منحنی عرضه نشون میده که در هر نقطه ای هزینه تمام شده اون کالا برای تولید کننده چقدر بوده. حالا اگر قیمت از P1 به P2 افزایش پیدا کنه، تولید کننده های موجود که در به مقدار مثلا Q1 واحد تولید میکردن، الان این مستطیل رو هم به مازاد خودشون در واقع اضافه میکنند، یعنی قیمت افزایش پیدا کرده، بنابراین بیشتر افراد موجود در بازار هم بیشتر گیرشون میاد. از اون طرف یک مثلثی داریم که FEC هست. این مثلث FEC تولید کنندگانی رو نشون میده که در قیمت P1 حاضر به عرضه نبودند، حاضر به تولید نبودند، ولی الان در قیمت P2 عرضه میکنند و سود میبرند و منتفع میشوند. حالا فرض کنید که یک برنامه ریز اجتماعی خیرخواه دارید، یک دیکتاتور دانای توانای خوشنیت، all knowing all powerful well intentioned dictator. ما در اقتصاد معمولا اگر بخوایم ببینیم که حد اکثر رفاهی که ممکنه جامعه کسب کنه چقدر هست، معمولا یک برنامه ریز اجتماعی خیرخواه دیکتاتور رو مد نظر قرار میدهیم. میگیم اگر که یک فردی واقعا وجود داشته باشه که بیاد همه رو مجبور کنه که اقتصاد رو ببرن به حد اکثر رفاه و حد اکثر تولید، چه خواهد شد؟ و در بسیاری اوقات ما در علم اقتصاد میگیم تلاش میکنیم که پیامد یا نتیجه و حاصل بازار آزاد رو چنان تغییر بدهیم که به سمت راه، به سمت در واقع بازاری که یک برنامه ریزی اجتماعی مصلح خیرخواه در واقع طراحی میکنه به اون سمت هدایت کنیم. یعنی فرقی نکنه که یک کسی از بالا همه رو به صورت یک در واقع چی میگن کنترل از راه دور همه رو کنترل کنه، فرقی نکنه که از بالای کسی همه رو کنترل کنه یا اینکه خود بازار اجازه بدیم که خود بازار کارش انجام بده. و اگر در بسیاری از مواقع وقتی به این نتیجه میرسیم، خب بسیار نتیجه ارزشمندیه. یعنی شما یک سری قواعد در بازار گذاشتید، یک سری رول ها رو در بازار حکم فرما کردید، یک سری بازارها طراحی کردید که نتیجه بازار آزاد بدون که کسی دخالت کنه با نتیجه این که یک دیکتاتور کاملا دانایی وجود داره که مثلا مازاد مصرف کننده تک تک افراد رو میدونه، که مثلا هزینه تموم شده تک تک کالاها رو میدونه، که میدونه یا نمیدونه. الان این
عزیزی که مثلا در وزارت سمت نشسته مثلا برای لاستیک قیمت تعیین میکنه، به نظر شما هزینه تمام شده لاستیک رو میدونه؟ نمیدونه دیگه. حالا فرض کنید همه رو بدونه، ما میتونیم از نظر ریاضی برسیم به این که اگر چنین فردی وجود داشته باشد که همه چیز را بداند، جای خدا نشسته باشد و تصمیم بگیرد که این جامعه را به حد اکثر رفاه برسونه، در نهایت این جامعه چقدر رفاه کسب میکنه؟ دقت میفرمایید. بعد ما میریم طراحی به وجود میاریم، گیمی رو به وجود میاریم، بازی رو به وجود میاریم که جامعه به سمت سلوشن یا راه حل برنامه ریز اجتماعی نزدیک بشه. این یکی از اهداف اقتصاد خرد و اقتصاد کلان هست. این مسئله توجه بفرمایید. خب پس رفاه اقتصادی که یک فرد فرضی دانای مصلح رفاه اقتصادی که برای کل جامعه تعریف میکنه رو تحت عنوان مازاد کل میشناسیم. مازاد کل مجموع مازاد تولید کننده و مازاد مصرف کننده است. به عبارتی میتونیم بگیم مازاد کل مازاد مصرف کننده برای مازاد تولید کننده است، یا بگیم مازاد کل هست ارزش برای خریداران منهای هزینه برای فروشندگان. ارزش برای خریداران منهای هزینه برای فروشندگان. خب در اینجا یک مسئله کارایی مطرح میشه یا بهره‌وری مطرح میشه و مسئله برابری. خب در کارایی باید به مسئله تخصیص منابع دقت کنیم و وقتی که ما بهره‌وری مد نظرمون هست، همونطور که در ابتدای جلسه خدمتتون عرض کردم، به فکر به حد اکثر رساندن مازاد کل یا کل مازاد دریافتی همه افراد در جامعه هست. دقت می‌فرمایید، کل مازادی که به همه افراد چه تولید کننده چه مصرف کننده میرسه، سعی می‌کنیم این رو به حد اکثر برسونیم. در برابری ما خیلی وقتا مازاد رو فدا می‌کنیم. وظیفه تقسیم موهبات اقتصادی به صورت یک نواخت در میان اعضای جامعه. این دوتا هدف در بسیاری از مواقع در تقابل با همدیگه قرار میگیرن. سود حاصل از تجارت در بازار آزاد مانند یک کیک است که بین فعالان بازار تقسیم شود. حالا در مسئله کارایی ما به دنبال این هستیم که اندازه کیک رو بزرگ کنیم. در مسئله برابری به دنبال این هستیم که نحوه برش زدن کیک رو مثلا به خیال خودمون، به زعم خودمون، به عدالت نزدیک تر کنیم. نتیجه که بازار میده در بازارهای آزاد عرضه کالاها را به خریداران اختصاص میدهد که ارزش بالایی برای آن کالاها قائل هستند. خب یعنی باید تمایل به پرداخت رو تعیین کنیم و بر اون اساس ببینیم که مازاد خریدار و مازاد مصرف کننده چقدر. بازارهای آزاد تقاضای کالا را به فروشندگان اختصاص میدهند که بتوانند آنها را با کمترین هزینه تولید کنند. خب ما که به عنوان یک فرد ناظر بیرونی که نمیدونیم که هزینه تموم شده برای کالا برای یک در واقع فروشنده چقدره و نمیدونیم که مازاد مصرف کننده چقدره. دقت میفرمایید. ولی بازار به نحوی در واقع به تعادل میرسه که فروشندهی که زیان میکنه از بازار خارج بشه و مصرف کنندهی که منفعت خاصی در اون قیمت خاص نمیبره اون از بازار خارج میشه و به همین دلیل هست که بازار به تعادل میرسه. پس الان مازاد مصرف کننده رو ببینید. مازاد مصرف کننده در واقع مثلث آبی رنگ، مازاد تولید کننده مثلث در واقع قرمز رنگ و مجموع مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده رو تحت عنوان مازاد کل ما میشناسیم. در تعادل بازار برنامه ریز اجتماعی نمیتواند رفاه اقتصادی را از روش های زیر افزایش دهد. تغییر تخصیص بین مصرف کننده بین خریداران یا تغییر تخصیص تولید بین فروشندگان، خیلی این اتفاق در کشور ما میفته. تخصیص تولید رو تغییر میدن، تخصیص مصرف رو تغییر میدن، ولی رفاه اجتماعی رو نمیتونن از این طریقا افزایش بدهند. پس چیکار دارن میکنن رفاه اجتماعی رو؟ دارن باز تعریف میکنند. مثلا میگه ما یه بازاری درست کردیم، یک وبسایتی درست کردیم برای تحقق عدالت اجتماعی، خیلی شیک و مجلسی. وارد وبسایت میشید، مرغ سفارش میدید، بعد از ظهر مرغ سوبسیدی میاد در خونه شما تحویل داده میشه.
دقت میفرمایید؟ بعد شما میپرسید که چرا فقط در تهران و شیراز و مثلا یک شهر دیگری این مرغ سوبسیدی رو ارائه دادید؟ میگه خب معلومه، چون که اون فرد روستایی که خودش بدبخت مجبوره با چند برابر قیمت مرغ پرورش بده و هم مرغ خودش رو استفاده کنه، و مسئله دیگر اینه که قدرت سیاسی نداره، نمیتونه اعتراض بکنه که. پس بنابراین این نوع روش های در واقع تخصیص نمیتونه رفاه رو افزایش بده، حتی به باور بنده نمیتونه عدالت رو هم به جامعه بیاره. مسئله پس مقدار کل رفاه اقتصادی رو افزایش نمیده، حتی با تغییر تخصیص نمیتونه کلش رو تغییر بده، میتونه رفاه یکی رو زیاد کنه، رفاه یکی رو کم کنه. و از اون طرف افزایش یا مقدار کالا در وقتی که برنامه‌ریز اجتماعی یا برنامه‌ریز اقتصادی وارد میشه، نمیتونه به افزایش رفاه کل اقتصادی بیانجامد. منتها من باید یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. در شرایط انحصار اتفاقا ما احتیاج داریم که برنامه ریز وارد بشه و مقدار رو تغییر بده، و از طریق تغییر مقدار خواهد توانست، این برنامه ریز اجتماعی خواهد توانست اتفاقا رفاه رو میتونه به شدت افزایش بده. و ما در شرایط رقابتی چنین نیست. پس نتایج بازار اینه که بازارهای آزاد مقداری از کالاها را تولید میکنن که مجموع مازاد مصرف کننده و تولید کننده را به حد اکثر برساند. پس اگر بخوایم مازاد به طور کلی به حد اکثر خودش برسه، باید نتایج بازار آزاد رو بپذیریم، به جز در مورد انحصار که بعداً صحبت یا به جز انحصار البته مسائل دیگر هم هست، مثل مثلا آثار خارجی و برونداد خارجی و اینها، که اتفاقا در انتهای همین فصل بعد از بریک خدمتتون عرض خواهم کرد. خب پس تعادل بازار که اینجا ما روش بارها در آینده صحبت خواهیم کرد، در واقع تخصیص بهینه منابع هست، تخصیص کارآمد منابع هست. پس و در این شرایط برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواهی هم اگر وجود داشته باشه، سیاست لسفر رو به عهده میگیره. لسفر یک لغت فرانسویه که معنیش اینه که اجازه دهید مردم هر کاری که میخوان انجام دهند، اجازه بدید آزاد باشن، راحت باشن، بذارید مردم هر کاری میخوان بکنن، اون به ثواب نزدیکتره، وضعیت افراد رو بهتر میکنن. خب دوستان عزیز، من میخواستم این فصل رو در نیمه اول تموم کنم، ولی خب الان حدود 70 دقیقه است که کلاس شروع شده. زحمت بکشید استراحت بفرمایید، آبی به سر روتون بزنید، و انشالله از 10-35 دقیقه مجدداً آغاز میکنیم یک ماراتون دیگری بعد از ساعت 10-35 دقیقه خدمت شما خواهیم داشت. فعلا خدا نگهدار شما. ما فصل 7 کتاب آقای منکیو رو داریم ادامه میدیم. شکل 8، کارای مقدار تعادلی. ببینید اینجا داره یک مسئله رو عنوان میکنه، میگه که اگر که مقداری که در بازار الان داره در واقع معامله میشه، این مقدار بالاتر از سطح تعادلی باشه، پس تولید کنندگان خیلی سود میکنند، عرضه رو زیاد میکنند، مصرف کنندگان ضرر میکنند، تقاضا رو کم میکنند، بنابراین چی میشه؟ بنابراین مقدار کالای مبادله شده در اقتصاد کاهش پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ برعکس، اگر مقداری که در بازار داره معامله میشه کم باشه، در این شرایط در واقع مصرف کنندگان خیلی سود میکنند، خیلی به نفعشون میشه، مازاد مصرف کننده بالاست، ولی سود تولید کننده کافی نیست. در واقع اینجا اینطوری هست که در واقع مقدار بیشتری، تعداد بیشتری از در واقع متقاضی وجود خواهد داشت، یعنی میریم به سمت تعادل مجددن. در حالتی که مقدار بالاتر از قیمت تعادلیه، عرضه کننده ناچار خواهد بود که مقدار رو کاهش بده. در شرایطی که مقدار کمتر از قیمت تعادلیه، تقاضا کننده بازار رو به سمت بازار تعادلی میبره و مقدار افزایش پیدا میکنه. در هر دو حالت ما برمیگردیم به حالت تعادلی. این تعادلی که در اقتصاد اینقدر روش تاکید میشه،
به دلیل این در واقع مازاد تولید کننده و مازاد مصرف کننده است که ما اینجا تعریف کردیم. بسیار. حالا دست نامرئی بازار، در واقع اونجا هم دست نامرئی بازار رو ما داشتیم توضیح میدادیم. در آدم اسمیث Invisible Hand یا دست نامرئی آدم اسمیت، که این در واقع مبحثی بود که اولین بار آقای آدم اسمیت مطرح کرد و گفت که در بازارها یک میتونیم ادعا کنیم یک دست نامرئی وجود داره که بازار رو به تعادل میرسونه، بنابراین به آقا بالا سر احتیاج نداره تا اینکه بازار به تعادل برسه. تمام اطلاعات مربوط به خریداران و فروشندگان را در واقع میتونیم بگیم که کل بازار در نظر میگیره. هر کس اطلاعات مربوط به خودش در ذهنش هست، یعنی هیچ مثلا ممکنه که به جز خود فروشنده کسی ندونه هزینه تموم شده برای فروشنده چقدره، یا به جز خریدار کسی ندونه که خریدار چقدر مشتاقه که این کالا رو خریداری کنه. اما در بازار به یک نحوی انگار که یک دست نامرئی هست که تمام این مازاد مصرف کنندگان و همه این سود تولید کنندگان رو در نظر میگیره بازار تا به اینکه به نقطه تعادل برسه. همه افراد در بازار را به بهترین نتیجه راهنمایی میکنند. پس کارایی اقتصادی اتفاق میفته، کارایی اقتصادی به بالاترین حد خودش میرسه. پس در بازار آزاد یا فری مارکت بهترین راه برای ساماندهی یا سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی به شمار میاد. دقیق میفرمایید، مگر در شرایط خاص که ما باید اون شرایط خاص رو هم باید عنوان کنیم، مد نظر قرار بدیم. خب حالا اومدیم یک سوالی رو مطرح کردند از اقتصاددانان. معمولا اقتصاددانان در مورد بسیاری از سوالاتی که الان در جامعه مطرح است، و من یک بار در این کلاس هم اون سوالات رو تعداد زیادی سوال و خدمت شما خوندم و دیدیم که نظر اقتصاددانان چقدر با نظر جامعه متفاوت بود و چقدر به هم نزدیک بودن نظر اقتصاددانان. در این سوال خاصی که اینجا میبینید، حد اکثر اقتصاددانان با این جمله موافق هستند، ولی تعداد بسیار زیادی از اقتصاددانان هم هستند که مطمئن نیستند یا مخالف هستند. و این خیلی جالبه. دقیق می‌فرمایید، این اتفاق خیلی عجیبی است که در کشور ما افتاده، که در دنیا در علم اقتصاد کشور ایران به یک دلیل خاصی بسیار مشهوره. و مثلا الوین راس که یکی از بزرگترین اقتصاددانان دنیا هست، خاطرم نیست که جایزه نوبل گرفت آقای الوین راس یا نگرفت، فکر می‌کنم گرفت آقای الوین راس، فکر می‌کنم سال 2018 بود 2017 بود 2018 بود الوین راس برنده جایزه نوبل شد و ایشون خیلی دلش میخواست با ایران یک کاری انجام بده. به همین دلیل دقیق میفهمم، یعنی ایران یک بازار خیلی خاصی داره که اتفاقا نظریات اقتصادی رو خیلی خوب نشون داده، چیزی که فلاسفه و جامعه شناسان و روانشناسان و بسیاری از افراد در جوامع مثلا غربی به شدت باش مخالف بودن. ولی در ایران شما میبینید یک چیز خیلی خاصی وجود داره که مردم پذیرفتند و مشکل چندانی به وجود نیاورده. این سوالی است که از اقتصاددانان پرسیدند. بازاری که امکان پرداخت برای کلیه های انسان را فراهم می کند باید به صورت آزمایشی ایجاد شود تا به افزایش عمر بیماران مبتلا به بیماری کلیوی کمک کند. این در این جمله‌ای که اینجا گفته شده، در کشورهای غربی مثل امریکا که حتی مهد بازار آزاد هست، به عنوان یک خط قرمز شناخته میشه. میگن شما برید مثلا بدن خودتو بفروشی، این بدن فروشی رو خیلی مضر میدونند، خیلی بد میدونند. دقیق میفرمایید، در حالی که خب ایران نشون داده که بازار کلیه ایران نشون داده که تعداد خیلی خیلی بیشتر از افراد میتوانند زنده بمونند. حالا کتاب میاد یک کیس استادی رو مطرح میکنه که بسیار زیباست، یعنی شما ببینید که چجوری علم اقتصاد میتونه کمک کنه. در این کیس استادی میگه آیا باید بازاری برای اعضای بدن وجود داشته باشد؟ حالا میگه مثلا این مدت خاص بوده که یک خانومی بوده که این خانوم باعث شده که دو نفر زنده بمونند. چگونه عشق یک مادر به نجات جان دو نفر کمک کرد؟ خانوم استفنز پسرش نیاز به کلیه داشته. خانوم استفنز میگه خب من کلیه‌مو پسرم میدم، مشکلی نداره، من دو تا کلیه دارم. البته در شرایطی که فرد بخواد تصمیم بگیره خیلی تصمیم سختیه، با اینکه واقعا افراد به دوتا کلیه احتیاج ندارن و اکثر قریب اتفاق افراد با یک کلیه قشنگ به زندگی عادی خودشون ادامه خواهند داد. پس کلیه مادر سازگار نبود،
خب چیکار کردند؟ این حالا بازم به نظر میسه یک مقدار از خطوط قرمز شکسته شده، یکی از کلیه هایش را خانم استفنس یکی از کلیهاش رو به یک غریبه اهدا کرد و پسر ایشون به بالای لیست انتظار کلیه منتقل شد. دقت میفرمایید؟ خب این یک پیامدی هست. دقت بفرمایید اینجا الان چی شکل گرفته دوستان؟ آیا شما میتونید بگید که این در واقع یک نوع بازاری رو ما به وجود آوردیم؟ آفرین، یک مبادله پایاپای به وجود اومده. چه پولی رد و بدل میشد، چه پولی رد و بدل نمیشد، یک معامله پایاپای شکل گرفته، یک تبادل شکل گرفته. این در واقع یکی از معجزات بازار آزاد رو شما اینجا ملاحظه میکنید که باعث شد که دو نفر زنده بمونن. در آمریکا مسئله کلیه خیلی مسئله مشکلی، چون در امریکا افراد در صف کلیه از بین میرن، خیلی ها فوت میکنن در صف کلیه، بسیاری از افراد از بین میرن. دقیق میفرمایید و چقدر عجیب که مثلا این یک راهکاره، یعنی یک نوع تبادلی صورت گرفته. تقریبا دوستان کسی هست در این کلاس که این راهکار رو غیر عادلانه بداند؟ آیا کسی هست که بگه که نه این اخلاقی نیست، این راهکار اخلاقی نیست، نباید انجام میشد، نباید مادر کلیهشو میداد، باید این پسر در صف میماند تا اینکه نوبتش بشه کلیهش رو بگیره؟ دقت بفرمایید اینجا. حالا ببینم دوستان چی میگن، اگر دوستی هم میخواد بیاد بالا صحبت کنه بفرمایید. اگر اجبار بوده آره اخلاقی است، باید میومد ایران براش میخریدن. اتفاقا خیلی هم علاقه دارند که از کشور خارجی بیان ایران کلیه خریداری کنن، خیلی هم علاقه دارند. به نظر من باید اجازه هم داده بشه. خیلی از این مسائل هست که به نظر من باید اجازه داده بشه که افراد خریداری کنند. خیلی مسائل زیادی هست. ممنوع اتفاقا، میدونم ممنوعه، برای ایران ممنوع. جامعه و این معامله تحت فشار مالی انجام نشه خیر، ولی اگر تحت فشار مشکلات مالی انجام بشه به هیچ وجه درست نیست. آقای میرزایی، مگه فشار مالی با فشار عاطفی فرق میکنه؟ فشار فشاره. این خانم استفنس بچهش بوده، فشار عاطفی اومده بهش کلیهش رو داده رفته. این مورد. یه وقتی هم فرد نیاز داره کلیهش رو میده میره، چه فرقی داره اینا با هم دیگه؟ نیاز داره، هر دو نیاز داره، خانم استفنس هم نیاز داره که کلیهش رو میده. در وهله اول خیلی هم خوبه، ولی اگر بیماری آشنا اهدا کننده نداشتی، خب ما همین داره میگیم که آها بله بله بله، اون بحث دیگه است. یعنی شما میگید اینو تشدید کنیم، اگر کسی بیمار آشنای اهدا کننده نداشت چه کنیم؟ خب صحبت اینه که اجازه بدیم بازار کلیه به وجود بیاید. این مثال اولی است که از اون حالت استریکت خودش، از اون حالت بسیار محدود کننده خودش خارج شد. فقط ایرانی ها به ایرانی ها کلیه میدن و خارجی ها فقط به هموطنان خودشون باید بدهن. حالا این نظر شما سای که خواهم، میدونم در قانون اینجا اومده، ولی من با همین هم موافق نیستم. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که تعداد کلیه برای ایرانی هم کمه، یعنی افراد بازم هنوز به دلیل نبود پیوند کلیه حتی در ایران هم افراد متاسفانه فوت میشوند، از بین میروند. دقت میفرمایید؟ خب دوستان عزیز، من میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که اصلا بی‌عدالتی در این مثال که واضحه و شما خیلی عجیبه که ما تونستیم ذهن شما رو به عنوان یک ایرانی که همیشه حاضر ضرر بده که عدالت برقرار باشه، ما ذهن شما رو به صورتی این مثال، یعنی کار من نبوده، کار این کتاب بوده و کار مثال آقای کروگمن بوده، ذهن شما رو به صورتی هدایت کرد و سوگیری به وجود اومد که شما عدالت رو فدای کارایی کردید و برای اولین بار، شاید البته در کلاس‌های من که زیاد اتفاق افتاده، ولی شاید برای مثلا موارد معدود، شاید برای شما پیش اومده که الان متوجه میشید که کارایی از عدالت حتی در بازار سلامت شاید یه وقتایی ارزش بیشتری داشته باشه. دوستان عزیز، این خیلی ناعادلانه بوده این مثال. کی میدونه چرا ناعادلانه است؟ کجاش ناعادلانه است؟
خیلی فاجعه است از جهاتی، برای بعضی از اساتید اخلاق، برای بعضی از اساتید فلسفه این اصلا یک مثال وحشتناکیه. برای همینه در امریکا جلو نمیره، هنوز قانون هنوز مثل ایران نشده. برای همینه که یک سوال، احسنت آقای میخوا، برای همین است که یک سوال بزرگی در علم اقتصاد که چه کنیم، چه بر سر چه کار کنیم که وضعیت حل بشه. نفهمیدم جول میدهد یعنی چی؟ دریافت میکند، اهدا میکند، ولی پول میده. نه پولی نداده اینجا، نه پولی نداده دریافت بکنه، اهدا میکنه و یک کلیه گرفته. ببینید مسئله اینجا این هست که عدالت فدای کارایی شد. خیلی مثال مهمیه، خیلی مهمه. حالا اینکه آقای صادقی شما که بیشتر اومدی توی وادی ما قرار گرفتی، یعنی در خط مثلا بی‌عدالتی قرار گرفتی، در خط ترجیح دادن پول قرار گرفتی در اقتصاد، دقت می‌فرمایید؟ دقت بفرمایید آقای صادقی، شما می‌فرمایید که ما حتی این رو ببریم جلوتر، نه فقط افرادی رو که کسی رو دارن برای اینکه فداکاری کنند، ما در یک بازاری از طریق زیر پا گذاشتن عدالت ما این افراد رو منتفع کنیم، نه فقط افرادی که مادر دارن منتفع کنیم، بلکه افرادی که یک مادر دلسوزم ندارند، یا مثلا اصلا کسی رو ندارند، یا کسی رو پیدا نمی کنن که بالاخره یه جوری کمکشون کنه، از طریق موارد دیگری مثل پرداخت پول اینها رو هم نجات بدهیم. دقت می‌فرمایید؟ حالا اگر کسی مادر فداکار نداشت و پول نداشت چه کنیم؟ این سوال مهم مطرح میشه دیگه. چرا در امریکا مثل ایران حاضر نمیشن بازار کلیه داشته باشن؟ در امریکا میگه اگر مادر فداکار داشتی شما روی چشم ما جا دارید، با عدالت و زیر پا میگذاریم. در ایران میگه اگر که شما مادر فداکار داشتی خوبه، اگر مادر فداکارم نداشتی پول داشتی باز ما عدالت رو زیر پا میگذاریم، و از طریق زیر پا گذاشتن عدالت تعداد افرادی که زنده میمانند به شدت افزایش پیدا میکند. این رو دقت بفرمایید. این همون مثال اول جلسه خدمتتون عرض کردم که آیا مالک باغ بزرگ 5000 متری، 10 هکتاری، 100 هکتاری، آیا اون مالکه که بیشتر منتفع شده، یا اون باغبونی که در اون باغ داره زندگی میکنه بیشتر منتفع شده؟ نمیدونیم. آیا بهتر ما در این راهکار در بازار کلیه، در مسئله کلیه بریم به سمت این که ظلم به سویه عدل، اجازه بدیم همه بمیرند؟ دقت میفرمایید؟ اصلا این سوال دیگه مطرح میشه. فرض کنید پدری کلیهش به پسرش میخوره، بخواد جراحی کنه. ما وقتی میدونیم خیلی ها از بیماری کلیه میمیرند، آیا اجازه داریم که به پدر اجازه بدهیم که اندام خودش رو اهدا کنه؟ این خلاف عدالت نیست؟ بالاخره یه جوری ما میتونیم یه توجیه بیاریم که بگیم آقا عدالت خدشه‌دار شد. بله آقای چیز میگن در ساختمون سازی هم خیلی وقتا کارایی حرف اول میزنه، اگر همه این کار رو بکنن چی؟ اون موقع خیلی نجا. آفرین آقای نوری، نکته همینه که اگر شما راهکاری پیدا کردی که انگیزه افراد بیشتری، یعنی انگیزه دادی به افراد بیشتری که بیان کلیه هدیه کنند، بسیار ارزشمنده. دوستان مایه شرمندگی دنیاست. چرا؟ یعنی مایه شرمندگی خود بنده است، بقیه همه دیگه دقیق میفرمایید، ولی هر فردی برای خودش خیلی سخته باشه که وارد اهدای کلیه بشه. دقیق میفرمایید، واقعیت این هست که تعداد افرادی که نیاز به کلیه دارند نسبت به تعداد افرادی که کلیه مازاد دارند، نسبت یک به مثلا 100 هزاره. دقت می‌فرمایید؟ و یا نسبت یک به 10 هزار، من نمیدونم نسبت چقدره، ولی خیلی تفاوت بین افرادی که مازاد کلیه دارن، یک کلیه اضافی دارن، و افرادی که نیاز به کلیه دارن. یک روش هم میشه داشت که افراد رو بیاریم بخوابونیم، یک کلیهشون رو جدا کنیم، به بقیه پیوند بزنیم. دقیق فرمایید، با زور این کار را صورت بدیم. به نظر من بهترین بازار کلیه اونیه که در ایران در جریان هست. حالا سوالاتی که مطرح میشه، آیا مبادله کلیه برای کلیه ممکنه؟ مثل مادر مثلا کلیهشو داده یه فرد دیگر کلیه بهشون داده،
اگر مبادله کلیه برای کلیه به نظر شما جایزه، آیا مبادله یک کلیه برای دریافت یک درمان آزمایشی گران قیمت برای سرطان ممکنه؟ دقیقا میفرمایید؟ این هم سوال دیگه است. این هم بحث سلامت هم است. اصلا جای دیگه نرفتیم. دقیقا میفرمایید؟ خب فقط کلیه نیست که فقط افراد میمیرن از بین میرن. ببینید فقط کلیه نیست که افراد از بین میرن. خب فردی همسرش مبتلا شده، من الان واقعا این چند روز منقلب بودم، بالاخره فرزندان دخترموی من که به رحمت خدا رفت چند ماه پیش با همسرشون اومدن ایران، اومدن به ما سر زدن. خب پسر 2 سالشه، دختر 6-7 سالشه. دقیق میفرمایید؟ خب اینا مادرشون از دست دادن. حالا اگر یک درمان بسیار گران قیمت آزمایشی بود که این مادر زنده میموند، در مقابل مثلا اون شوهر یا خود اون مادر کلیش رو اهدا میکرد، سلامت باشید، اگر که خود اون مادر یا شوهرش کلیش رو اهدا میکرد، به نظر شما وضعیت خیلی بهتر از این وضعیت الان نبود؟ دقیق میفرمایید؟ حالا این درمان‌های گران قیمت آزمایشی که در اختیار افراد بسیار خاص میتونه قرار بگیره، دقیق میفرمایید، در اختیار همه که نمیتونه قرار بگیره که. مثلا همین توموری که هم دخترموی من به رحمت خدا رفت، هم پدر بنده به رحمت خدا رفت، خب آقای رئیس جمهور سابق آمریکا آقای کارتر هم همین بیماری رو پیدا کرد. آقای چیز هم البته پیدا کرد که ایشون فوت شد، یکی از سناتورهای بزرگ یعنی رد اول امریکا که ایشون فوت شد، ولی آقای کارتر اومد از طریق ژندرمانی و مسائل دیگر و اینها خب زنده شد. یعنی جان مککین فوت شد ولی کارتر هنوز زنده است، هنوز زنده است. دقیق میفرمایید؟ حالا اگر اومدیم کلیه رو گفتیم شما کلیت رو بده، ما آزمایش درمان آزمایشی گران قیمت رو در اختیار شما قرار میدیم، چی؟ این درست نیست. ببین مرحله به مرحله ما داریم جلو میریم. آیا به عدالت؟ به عدالت که نزدیک نیست. آیا به کارایی نزدیکتر نیست؟ آیا وضع جامعه انسانی بهتر نمیشه؟ به مراتب بهتر میشه. حالا اگه کلیهش رو با هزینه رایگان برای پسرش عوض کنیم چی؟ اگر کلیهش رو نقد بفروشیم چی؟ هزینه رایگان با هزینه رایگان، دقت میفرمایید، اکسچنج هر کیدنی فور فری تویشن for her son. البته اینجا فکر کنم منظورشون چی بوده. ببینید یک مثالی که در امریکا راهکاری که پیدا کردن برای کلیه این هست که ما بیایم به افراد، یعنی دولت بیاد به افراد پول بده، به افرادی که حاضرن کلیهشون رو اهدا کنن دولت بیاد پول بده، ولی از فردی که کلیه دریافت میکنه پولی گرفته نشود. به نظر شما این بهتره یا اینکه مبادله بشه، کلیه رو نقد بفروشیم، کدومش بهتره؟ دولت پولش رو بده، سوبسید بده روی خرید کلیه؟ بله، من به نظرم فروش کلیه از همش بهتره. چرا؟ برای اینکه دولت که از جیب خودش نمیده، که از جیب همه مردم میده. نتیجهش اینه که بالاخره یک سری افراد فقیری، یک سری افرادی که مرتبط نیستند، در واقع باید هزینه رو پرداخت کنن. دولت هم همیشه ناکارایی داره، در حالی که شما میتونید یک روش دیگری داشته باشید، کلیه رو نقد بفروشید، یک سری مؤسسات خیریه برای کمک به خرید کلیه به وجود بیارید. غیر اینه، یعنی راهکار کاملا بازار آزادی که اصلا دولت درش دخالت نمی کند، خود به خود به وجود می آید. خب سیاست عمومی فعلی منظور در امریکاست. فروش اعضای بدن افراد غیرقانونی است. دولت سقف قیمت صفر را تعیین کرده است. دولت میگه آقا نمیتونید بفروشید، قیمت صفر. برها دولت اگر سقف قیمت صفر رو تعیین میکنه با کمبود شدید کلیه مواجه میشه این کشور. مزایای بزرگ برای اجازه به بازار آزاد اعضای کلیه. این رو کتاب آقای کروگمن نوشته که خودش هم اقتصاددان پست کینزیان هست. نه دیگه، اون داشته میگن UBI گفتن آقای باختر میگن که UBI به این مسئله اختصاص پیدا کنه. نه، UBI یعنی که به همه افراد یک پول یکسانی میدیم، حالا اگه کسی خواست از این پول استفاده کنه بره کلیه بخره به خودش مربوطه. UBI یعنی این که مثلا نه فقط به همه افراد یکسان میدیم، یعنی اگر کسی معلولیت هم داره یکسان بهش پرداخت میشه.
دقت میفرمایید، این یو بی آی خودش خیلی سخت جا انداختنش، میدونید؟ یعنی در همین مسئله میگیم که سوبسید دولت برای کلیه حذف بشود، به همه افراد جامعه به صورت یکسان پول پرداخت بشه. ببین اینا خیلی از نظر دفاعش سخت میشه، به همین راحتی نیست. خب مزایای بزرگ برای اجازه به بازار آزاد بازار آزاد اعضای بدن. خب مسئله اینجاست که افراد با دو کلیه به دنیا میآیند و معمولا فقط به یکی نیاز دارند. یعنی اصلا اینکه کلیه فرد داره یک موهبتی که خدا داده و مثل یک ثروت اضافیه که فرد میتونه از این استفاده کنه برای مشکلات خودش. در تعداد کمی از افراد کلیه درست عمل نمیکنه. پس ناکارایی در این بازار شاید ناکاراترین بازار دنیا باشه. یعنی یک بازاری داریم که 8 میلیارد آدم وجود داره، توش تقریبا 8 میلیارد فرد هستن که مازاد کلیه دارن و چند صد میلیون یا چند ده میلیون فرد هستن که کمبود کلیه دارن. یعنی دوتا کلیه که نداره هیچی، یک کلیه هم نداره، اصلا کلیه نداره، باید بهش اهدا بشه. وضعیت فعلی بیمار معمولی چندین سال برای پیوند کلیه منتظر میمونه. این وضع آمریکاست که اکثرشون میمیرن تو صف کلیه، متاسفانه هر سال هزاران نفر میمیرن زیرا کلیه پیدا نمیکنن. اجازه ایجاد بازار کلیه عرضه و تقاضا رو به تعادل میرسونه، فروشندگان پول اضافی دریافت میکنن، خریداران میتوانن زندگی کنن، دیگر کمبود کلیه نخواهیم داشت. تخصیص کارآمد منابع، ولی نگفته تخصیص عادلانه منابع، میگه تخصیص کارآمد منابع و بسیار به صرفه است. منتقدان میگن نگران انصاف باشید، یا یعنی نگران انصاف هستند. critics worry about fairness، باید بنویسید نگران انصاف باشید. دقت میکنید؟ بله. benefit the rich at the expense of the poor. خب اینجا میاد چی میگه؟ میگه کلیه که اگر قرار باشه افراد کلیهشون رو بفروشن، که ارزون که نفروشن، که به هزینه فقرا ثروتمندا منتفع میشوند. دقت میفرمایید؟ پس میگه که انصاف رو شما در نظر نمیگیرید، اجازه بدید انصاف حکم فرما باشه. حالا ما از بحث کارایی میایم بیرون، میریم به بحث انصاف. سوال اینه که این سیستم فعلی آیا منصفانه است؟ ببینید اینات خیلی در کشور ما مطرحه. اینکه دولت میاد مثلا لاستیک و قیمت گذاری میکنه، اینکه دولت میاد بزرگترین کازینوی جهان رو در حکومت اسلامی تشکیل میده تحت عنوان کازینوی خودرویی، آیا این منصفانه است؟ آیا منصفانه است؟ خیلی راضی هم، چون کازینو کلن بخت آزمایی، قمار، اینها یک شعفی به وجود میاره. دقیق میفرمایید؟ سیستم فعلی های منصفانه است. برخی از افراد یک کلیه اضافی دارند که واقعا به آن نیازی ندارند. برخی از افراد یک کلیه اضافی دارند که به آن نیازی ندارند. دیگران برای به دست آوردن همان یکی جان خود را از دست میدهند. ببینید چقدر غیر منصفانه است سیستم فعلی. ناکارا و غیر منصفانه است. اصلا ادارت هم نمیتونیم در این سیستم فعلی تعریف کنیم. در این سیستمی که میگیم که اعضای بدن نباید به فروش برود. چرا نباید به فروش برود؟ از کجا این قضیه آمده است؟ خب بسیار خب، بحث کلیه بحث بسیار جالبی هست که میشه مدت‌ها روش بحث کرد، ولی نتیجه رو ما الان خدمتتون ارائه دادیم و مطرح کردیم. نیروهای عرضه و تقاضا، تخصیص کارآمد منابع. خب نیروهای عرضه و تقاضا با همدیگه موجب تخصیص کارآمد منابع می شوند. منتها چند تا فرض اینجا مطرحه در مورد عملکرد بازارها. یکی این است که بازارها باید کاملا رقابتی باشند. نتیجه در یک بازار فقط برای خریداران و فروشندگان در آن بازار. نتیجه در یک بازار، outcome in a market matters only to the buyers and sellers in that market. نتیجه در یک بازار فقط برای خریداران و فروشندگان مهم است. ببینید اینها تصوراتی است که ما داشتیم. ما هر وقت در مورد بازار صحبت کردیم گفتیم عرضه و تقاضا. گفتیم یکی از این کالا رو میفروشه، یکی از این کالا رو میخره. خب اگر فرد سومی بود که این وسط ما سر اون فرد سوم اومدیم، سر اون فرد سوم اومدیم شرط بستیم چه؟ اگر ما اومدیم معامله کردیم که بچه فلانی رو بکشیم چه؟ میشه چنین معامله انجام داد؟ در سر فرد سوم بسیار اتفاق میفته و اونجا دیگه بازار آزاد اصلا عادلانه نیست، بازار آزاد اصلا کارا نیست. دقت میفرمایید؟ نکته اصلی ما دو تا مسئله در مورد
بازار آزاد و مازاد مصرف کننده، مازاد تولید کننده و مازاد کل مطرحه. یکی اینکه این فرضیات همیشه پابرجا نیستند. اگر این فرضیات پابرجا نباشند، عبارت اینکه تعادل بازار کار آمده است خدشه‌دار میشه، ممکنه دیگه درست نباشه. مثلا در جهان in the world competition is far from perfect، در جهان فعلی رقابت فاصله زیادی تا کامل بودن داره. رقابت کامل به ندرت در بازارها داریم، در بسیاری از بازارها رقابت کامل نداریم. پس چه داریم؟ عرضه کننده مارکت پاور داره. مارکت پاور یعنی قدرت بازاری، یعنی قدرت اعمال اراده در بازار رو داره. مثلا یک خریدار وجود داره یا یک فروشنده وجود داره یا گروه کوچکی از خریداران و فروشندگان هستند. البته همیشه گروه کوچک خریداران و فروشندگان قدرت بلا منازع ندارند، اما اگر یک خریدار یا یک فروشنده یا یک گروه کوچک خریدار یا یک گروه کوچک فروشنده باشد که کنترل قیمت‌های بازار رو بتونن در دست بگیرن، اون وقت اون بازار ناکارآمد است. پس بنابراین اگر شما خواستی اقتصاد رو اصلاح کنی، از یک طرف باید نسبت به اصلاح بازار اقدام کنی، این کاری که بنده با فئه قلیل و افراد خیلی کمی من سعی کردم در این بازار انجام بدهم. یعنی چی سعی کردم انجام بدهم؟ یعنی من سعی کردم با انحصارات مقابله بکنم. چرا؟ برای اینکه در بازاری که انحصار وجود داره قدرت بازاری دارن و دیگه بازار آزاد کمک نمی کند. بازار آزاد دیگه به نتیجه کاران نمی انجامد و همین مسئله باعث میشه که افراد منافعشون در جهت تخریب شکل بگیره. اگر بازار آزاد باشه، منفعت فردی و منفعت اجتماعی در یک راستا قرار میگیره. وقتی انحصار هست و انحصار به قدرت بازاری می انجامد، منافع فرد، منافع شرکت با منافع اجتماع در تعارض جدی قرار میگیرد. خب بسیار، حالا دقت بفرمایید. خب در جهان چه اتفاقی در جهان واقعیت چیه؟ تصمیمات خریداران و فروشندگان، خب ما اینا رو بخوایم بر افرادی که اصلا در بازار شرکت ندارن تأثیر میگذارد. خب این نکته دومه. پس یکی مسئله در واقع انحصارات بود که بازار رقابتی ممکنه نباشه. نکته دوم آثار خارجی یا برونداد خارجی. نمیدونم چرا اینو ترجمه کردن عوامل خارجی. ما این همه در اقتصاد کلان هم در این مورد صحبت کردیم. آثار خارجی یا برونداد خارجی باعث می شود رفاه در بازار به چیزی بیش از ارزش برای خریداران و هزینه برای فروشندگان بستگی داشته باشد. یعنی چی؟ آثار خارجی یعنی چی؟ عرض کردم، یعنی من با شما معامله می کنم، فرد سوم متضرر می شود. مثل چی؟ دولت میگه ما بنزین داریم مفت، میذاریم در اختیار شما. افرادی هم که خودرو دارن میگن خب ما اینو میخریم مفت و میسوزونیم. خب این آلودگی به وجود میاره، اونی که خودرو نداره ضرر میکنه، محیط زیست تحت تاثیر قرار میگیره، فرد سوم متضرر میشه که اصلا در این معامله بین دو فرد نبوده. خب اینجا هست که نظام بازار میره به سمت این که شکست میخوره. اسمشو میذارن مارکت فیلیر یا شکست بازار. شکست بازار دو تا حالت داره. یکی مارکت پاور هست که به مارکت فیلیر می انجامه، انحصار و قدرت بازاری هست که به شکست بازار می انجامه. یک سری هم آثار و برونداد خارجی هست، مثل مسائل محیط زیستی، مثل مسئله آلودگی، مثل مسئله آب که فاجعه است. یک منبع مثلا مشترک آب وجود داره زیر زمین. هر فردی میگه من برای خودم دارم استخراج میکنم. من اون سال اولی که از دبی برگشته بودم، یک جای رفته بودم اطراف تهران یا اطراف مثلا در استانهای اطراف تهران، بعد اینجا میگفتن این محل خیلی مثلا تفریحی، محل استراحت. باور کنید وقتی صدای موتور آب رو من از دور میشنیدم، چنان روی اعصاب من میرفت که اصلا نمیتونستم اونجا رو تحمل کنم. حالا بقیه اصلا صدا رو انقدر براشون مهم نبود، مثلا آرامش رو میدیدن اونجا، آرامش داشتن، در حالی که من متوجه بودم که این زیر این زمین داره خالی میشه، داره با تمام قدرت این آب رو تخلیه میکنه و افتخار میکنه، میگن ببین اینجا چقدر سرسبز شده، ببین ما چقدر درختامون بار داده که همش میریزه زمین از بین میره. و من نگران شکست بازار هستم در زمینه در واقع منابع مشترک که میتونه به شکست بازار منتهی بشود و تعادل ناکارآمد از دیدگاه جامعه به عنوان کل داشته باشیم.
خب شکست بازار به عنوان مثال، قدرت بازاری و آثار. خب من عرض کردم دو تا مثال اصلی شکست بازاری که قدرت بازاری مارکت پاور و دیگری اکسترنالیتیز، آثار خارجی یا برونداد خارجی. ناتوانی برخی از بازارها بدون نظارت در تخصیص کارآمد منابع. اگر چنین شد به رگولیشن احتیاج هست. رگولیشن یعنی نظارت، یعنی تنظیمگری. پس بازارها بدون تنظیمگری، بدون نظارت نمیتونن کار رو جلو ببرن و نیاز به پابلیک پالیسی دارید، نیاز به سیاست گذاری عمومی دارید. بدون سیاست گذاری عمومی کار اقتصاد به فاجعه میانجامد. جالب اینجاست، ما در اقتصاد اونجا که باید نظارت بکنیم مثل آب آزاد ول کردیم به امان خدا، میگیم هر چه باد آباد، خوش باشید، راحت باشید. آزادترین اقتصاد دنیا هستیم در بازار آب و بسته ترین اقتصاد دنیا هستیم در کالاهای صنعتی. دقت میفرمایید، این که این همه یعنی واقعا برای من عجیبه، هیچ چیش به هیچ چیش نمیخونه، همش غلطه. دقت میفرمایید، اینو حالا شما مگر اصلاح کنید به عمر ما که فکر نمیکنم قد بده، نمیدونم حالا به کجا میرسیم آخرش، میتواند به طور بالقوه مشکل را برطرف کند و کارایی اقتصادی را افزایش دهد. چه میتواند به طور بالقوه مشکل را حل کند؟ سیاست گذاری عمومی، سیاست اینکه دولت وارد بشه. دقت میفرمایید، این میتونه در واقع وضعیت رو نجات بده. خب دوستان عزیز، ما الان 11:27 دقیقه است، من حدود 20 دقیقه دیگه در خدمت شما هستم. ادمین زحمت بکشید، البته اگر سوالی هست اول بفرمایید. دوستان عزیز سوالی دارید؟ اگر سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست من برم سراغ فصل بعدی و یک مقداری مقدماتی در مورد مالیات در فصل 7 کتاب آی کروگمن خدمتتون عرض کنم، چون ما بنا داریم که تا انتهای دوره سوم هم نصف کتاب کروگمن و هم نصف کتاب منکیو رو انشالله تمام کنیم. آقای باختر گفتن در مباحث کلیه میتوان گفت که با پرداخت یو بی آی نیاز مادی برای فروش کلیه به کنار میرود و اختیار فروشنده نقش بازی میکند. نه، یو بی آی حداقل معیشته. یک فردی ممکنه بیشتر نیاز داشته باشه به دلایلی و عرض کردم ممکنه مثلا بیماری داشته باشه مجبور شه کلیهش رو بفروشه. یو بی آی یک مبلغ حداقلی تأمین میکنه ولی باعث میشه برخی از افراد اتفاقا مثلا هست تحت فشار قرار نگیرند. حالا همین باعث ممکنه بشه که مقدار فروش کلیه کاهش پیدا کنه، چون همه از نظر معیشتی تأمین هستند. تنظیمگری همیشه باید از دولت بیاد آقای کیخا. البته برخی از افراد تلاش خیلی جدی دارند، در امریکا مخصوصا افراد طرفدار بازار آزاد تلاش میکنند که جایی که احتیاج به تنظیمگری داره بروند به سمت سیاستهای خود تنظیمگر، بروند این تنظیمگری رو در اختیار نهادهای خود تنظیمگر قرار بدهند. ولی معمولا در کشور ما لااقل نهادهای خود تنظیمگر در واقع نهادهایی هستند که متاسفانه رانت دارند و قدرت دارند و انحصار ایجاد می کنند. مثلا نظام پزشکی یک نهاد خود تنظیمگر در واقع انحصاری هست. بله، حالا ما خدا رو شکر می کنیم آقای کیخا که نخبه نیستیم و ما انقدر تأثیر میذاریم در جامعه. البته من واقعا تأثیر میگذارم. نمیدونم اون پیامی که دیروز در رابطه با نامه ریاست محترم جمهور به مجلس بنده منتشر کردم، شاید اولین اعتراض رو من نوشتم. البته دوستی من رو مطلع کرد و من بعد اعتراض رو نوشتم. انقدر قضیه تا بعد از ظهر بالا گرفت که تماس گرفتن که آقا اگر نظری دارید، چیزی هست، اجازه بدید ما گوش بدیم، یعنی توجه میکنیم قطعا. یعنی در عرض شاید چند ساعت یه دونه توییت تاثیر خود رو گذاشت، یعنی البته تاثیر کامل نگذاشته، نامه که رفته مجلس که برن کارشون رو پیش ببرن دیگه و بساط بخور بخور بانکی رو متاسفانه قرار هست که ادامه بدهند. ولی خب میشه تاثیر گذاشت، هرچند که فرد در حاشیه قرار بگیره، هرچند در انزوا باشه. ولی و شما اگر زحمت بکشید و کمک کنید، حتی با یک لایک، حتی با یک معرفی به یکی از دوستانتون، مثلا معرفی کنید در کلاس حضور پیدا کنند یا دوره‌ها رو خریداری کنند. ما هنوز نتونستیم یک دفتر اجاره کنیم، من انقدر گرفتارم. قرار بود جلسه بذاریم همدیگر رو در یک پارک جایی، حالا اگر شد مثلا هفته بعد این کارو می‌کنیم، ولی نرسیدم تا الان، اصلا نرسیدم.
کمک کنید. ما تلاش داریم میکنیم که کشورمون انشالله آزاد بشه، انشالله معیشت مردم اصلاح بشه. چرا نشدنی است آقای کیخان؟ چرا همش آیه ای است؟ مگر شما فکر میکنید آمریکا مثلا کشور چی بوده؟ مثلا آمریکا فکر میکنید که، یا مثلا اروپا، مثلا این وایکینگ ها الان بهترین زندگی، شادترین مردم دنیا وایکینگ ها هستن دیگه. دانمارک از بسیاری از جنبه ها به کشور اول دنیاست، بسیاری از جنبه های مثبت جز کشور اول دنیاست. اینا کشور وایکینگ ها بودن دیگه، دقت میکنید؟ یعنی وحشی بودند، ولی الان انقدر پیشرفته شدند. اونا با مشکل حاکمیت دینی مواجه نبودند. نه چرا بودند؟ چرا مواجه نبودند؟ اروپا با حاکمیت دینی حاکمیت دینی داشته و اینجا بالاخره یه سری مسائلی همین حاکمیت دینی ما رو جلو برد. یعنی مثلا در زمینه آموزش دختران قبل از انقلاب خیلی از افراد در شهرهای کوچک، در روستاها، در شهرهای بزرگ اجازه نمیدادن که فرزندانشون، دخترانشون درس بخونن. بعد از انقلاب ما بالاترین رشد تحصیل بانوان رو شاید در دنیا داشتیم. دقت میفرمایید؟ یعنی ولی خب ما یه مقداری تنبلیم دیگه. حالا بالاخره من بخوام ریشش رو بگم خدمت شما، تنبلی چیز دیگه نمیدونم. یعنی وقتی کشور دیگر رو دیدم اینطور فکر میکنم، و شاید من نمیدونم، شاید نسبت به مردم خودمون یه مقداری، ولی احساس میکنم که افراد فکر میکنن که مثلا در آمریکا حق رأی زنان مشهور است. در آمریکا، من قبلا هم فکر کنم در این کلاس عرض کردم، آمریکا 70 سال یک انجمنی بوده برای اینکه حق رأی زنان رو دریافت کنند و 70 سال. به 70 سال میدونی یعنی چی؟ یعنی چند نسل اومدن و رفتند. اینها هر سال در یک روز خاصی یک کانگرسمن رو به هر صورتی قانع کردند که بره یک بیانیه‌ای برای حق رأی زنان بخونه. دقت می‌فرمایید؟ ولی برای ما انقدر راحت به دست اومده که متوجه این قضیه نیستیم که اینا چقدر مهمه. چقدر بقیه کشورها چقدر تلاش کردند که بتونن حق رأی زنان رو کسب کنن. الان فاجعه‌ای که ما داریم فاجعه جامعه است. یعنی ما یک جامعه‌ای داریم که من روزی نیست در این کشور، باور کنید، شاید روزی نشده که بنده یک ناسزای خیلی بدی دریافت نکرده باشم از یه سری افراد. یعنی روزی نشده. حالا اخیرا جوابم میدم در سطح خودشون، چون که هرچی جواب ندی خب بدتر میشه و کسی هم نیست جواب بده. یعنی مثلا در توییت طرف میاد توهین میکنه، بعد کسی نمیاد جوابشو بده، مثلا بگه حق نداری توهین بکنی یا نظر داشته باش، و تنها مبارزه میکنیم. الان این مسئله که جامعه ما در مورد تقاضا داره از دولت برای شکستن حقوق مالکیت، خب اینا خیلی مهمه دیگه، ولی متاسفانه انجام میشه. نمیدونم آقای جعفری منظور سوالتون چه بود، این علیت از سمت جنبش بوده یا صرفا همزمانی، نمیدونم منظورتون چیه. میدونم جنبش 70 ساله زنان آمریکا رو میگید، ولی علیتش نمیدونم از کدوم سان. اینا تلاش کردن بالاخره به نتیجه رسیدن دیگه. در کشورهای دیگه خیلی راحت تر تونستن حق رأی زنان رو بگیرن، در امریکا خیلی با سختی انجام شد. در امریکا خیلی با سختی بردهداری لغو شد، ولی یک سری افراد بودن پاشون رو کردن توی کفش و بالاخره اینو انجام دادن. ولی در کشور ما اصلا کسی تلاش نمیکنه و تنها میمونیم در همه زمینه ها. من الان مثلا شما ببینید که 3-4 ماه پیش نفر اول کشور در مورد ساخت زیرساخت ها، احداث زیرساخت ها صحبت کرد، بعد اصلا به فراموشی سپرده شد. یعنی یه نفر ما پیدا نکردیم بیاد ادامه بده. یا پارسال مثلا اسم سالو گذاشتن سال مان زدایی، اصلا چه کسی اومد اعتراض کنه؟ دو نفر جمع میشدن دور هم میرفتن چند تا از این دستگاه‌های دولتی رو میبردن دادگاه، بعد علنیش میکردن، بعد فاشش میکردن، بعد مردم دیگر رو ترغیب میکردن همه بیان یک جنبش راه بندازن برای مان زدایی. واقعا اقتصاد راهش همینه، یعنی جلوی انحصارات رو بگیر، مبارزه کنیم باشون، آخرش هم هیچی به هیچ، اصلا به هیچ جا نرسید. این همه تلاشی که کردیم متاسفانه، البته تلاش شخصی بوده، مثلا من و چند نفر، من هم که حرف زدم تلاشی نکردم. حالا ما با اجازهتون برمیگردیم.
دوستان دقت بفرمایید، فصل مالیات فصل بسیار جالبیه. خب من یک چند دقیقه خدمتتون فصل مالیات رو خدمتتون توضیح میدم و میذاریم نصفش رو، شاید الان گفتیم نصفش رو جلسه بعد خیلی سریع خدمت شما خواهیم بود. مالیات چگونه بر عرضه و تقاضا تاثیر میگذارد؟ این دقیقا همون مازاد عرضه کننده و مازاد مصرف کننده است که نشون میده این مازاد کاهش پیدا میکنه. چه عواملی تعیین میکند که چه کسی بار مالیات را به دوش بکشد؟ شهود میگه که خب بار مالیات اون رو به دوش میکشه که مالیات ازش میگیرن، ولی نه، اقتصاد میگه چی؟ میگه بار مالیات رو ممکنه هر دو به دوش میکشن و ممکنه مصرف کننده یا تولید کننده بار بیشتری رو به دوش بکشه، لزوما مساوی تقسیم نمیشه. هزینه ها و مزایای مالیاتی چیست و چرا هزینه آن بیشتر از درآمد مالیاتی ایجاد شده است؟ البته همیشه اینطور نیست، ولی خیلی وقتا امکان داره که هزینه ای که مالیات به جامعه تحمیل میکنه بیشتر از درآمد مالیاتی باشه. تفاوت بین مالیات های تصاعدی و تنازلی چیست؟ یعنی ممکنه شما مالیات تنازلی داشته باشید، مالیاتی داشته باشید که مثلا ثروتمندان کمتر مالیات پرداخت کنند. مالیات تصاعدی یعنی ثروتمندان بیشتر مالیات پرداخت میکنند. چرا بین عدالت و کارایی در طراحی یک سیستم مالیاتی بدوستان وجود دارد؟ ببینید، ترید آف یعنی بدوستان، مبادله نمیشه. اینجا ترجمه کردم مبادله، خیلی گفتیم در اقتصاد. من مثلا برخی از سوالات میپرسم، مثلا کسی اکسترنالیتیز رو ندونه، مثلا من اگر قرار باشه برای دکترا یا برای فوق لیسانس مصاحبه کنم، اگه کسی لغت ترید آف، لغت اکسترنالیتیز اینا رو ندونه، من ردش میکنم، مطمئنا ردش میکنم. لغت مارکت فیلیر، مارکت پاور، همش این جلسه گفتیم این لغات رو کسی ندونه اقتصاد نمیدونه، و این لغات رو بدونه میتونیم امید داشته باشیم که اقتصاد رو بداند. پس بین عدالت و کارایی در سیستم مالیاتی یک بدوستان وجود داره، باید حواسمون جمع باشه. سیستم مالیاتی ایالات متحده رو هم جلسه بعد انشالله خدمتتون ارائه دادیم خواهیم داد، بنابراین فصل بسیار جالبی رو انشالله خواهیم داشت. مالیات ها بین قیمتی که خریداران میپردازن و قیمتی که فروشندگان دریافت میکنن فاصله ایجاد میکنن. البته این ما الان یک مالیات غیر مستقیم رو داریم در نظر میگیریم، مالیاتی که مثلا تولید کننده در کارخونه میده پرداخت میکنه. برای تجزیه و تحلیل آثار مالیات ما دو سناریو رو به صورت نمودار رسم میکنیم، زمانی که مالیات از فروشندگان اخذ شود و زمانی که مالیات از خریداران اخذ میشود. و من خدمت شما نشون دادم هیچ فرقی نمیکنه، بستگی به این داره که کدام یک از اینها قدرت انعطاف بیشتری در بازار دارند و کدام یک از اینها بیشتر محتاج هستند. انعطاف بیشتر رو میگیم که کشش بالاتر، دقیق میفرمایید، و انعطاف کمتر و تنگی شرایط مضیقه رو، مضیقه‌ای که وجود داره رو میگیم که کشش، وقتی تنگی مضیقه وجود داره میگیم کشش کمتر و برعکس رو میگیم کشش بیشتر. ما با کشش این رو نشون میدیم، کشسان هست یا نیست مثلا تقاضا، مثلا عرضه کشسان هست یا کشسان نیست. بعد واقعی مالیاتی رو فکر میکنم که یه قسمتی رو من برعکس گفتم، دوباره عرض میکنم خدمتتون. وقتی که شما انعطاف دارید، مثلا تقاضا یا عرضه کشسان هستند. وقتی مجبور هستید و انعطاف ندارید، بگیم عرضه و تقاضا چی هستند؟ بیکشش هستند، اجبار دارید، نمیتونه راحت با قیمتهای متفاوت مقدار تغییر کنه. زمانی که مالیات از خریداران اخذ شد، خب اینو من خدمت عرض کردم، یک چیزی هم تعریف میکنیم، the incidence of tax، یعنی واقعه مالیاتی یا وقوع مالیات. واقعه مالیاتی یا وقوع مالیات معیاری است که برای اینکه چه کسی واقعا آن را پرداخت کرده، چه کسی مالیات رو پرداخت کرده، در واقع بر کدام، بر شانه چه کسی این مالیات نشسته، بر دوش چه کسی این مالیات نشسته. ببینید، وقتی مالیات میگیریم، واقعیت این هست که مثلا قیمت تعادلی بوده 80، یک مالیات 40 دلاری گرفته میشه، این مالیات 40 دلاری میاد بین منحنی عرضه و تقاضا یه دفعه میشینه. ببینید الان میاد بین عرضه و تقاضا، اینجا اون 40 دلار مالیات میاد میشینه. مصرف کننده به جای 80 دلار 100 دلار میپردازه، تولید کننده به جای 80 دلار 60 دلار دریافت میکنه. البته به ندرت اینها اینطور متقارن هستند. در حالت این پی وجود میاد که شیب منحنی عرضه و شیب منحنی تقاضا با هم برابر باشند و فقط با یک منفی متفاوت باشند، چون شیب منحنی تقاضا که میدونید منفی، شیب منحنی عرضه مثبت.
اگر این دوتا شی باشه اون یکی باشه، اون وقت بار مالیاتی بین دوتا طرف عرضه کننده و تقاضا کننده تقسیم میشه. پس مالیات غیر مستقیم، مالیات غیر مستقیم 40 دلاری، مالیاتی که برای هر واحد فروخته شده دریافت می شود، بین خریداران و فروشندگان تقسیم می شود. قیمت تعادلی اتاقهای هتل به 100 دلار برای هر شب افزایش پیدا می کنه. مثلا این هتلی بوده قبلا قیمتش بوده شب 80 دلار، الان برای خریدار، برای مصرف کننده میشه 100 دلار، ولی اون چیزی که به صاحب هتل میرسه چیه؟ 60 دلاره. فاصله بین 100 دلار و 60 دلار اون 40 دلاری هست که به دولت رسیده یا به مالیات گیرنده رسیده. خب در واقع شما میتونید بگید چیه؟ در واقع شما میتونید بگید که منحنی عرضه شما وقتی مالیات غیر مستقیم بر صاحبان هتل شما وضع میکنید، در واقع منحنی عرضه رو به اندازه 40 دلار به سمت بالا شیفت میدید. پس منحنی عرضه رفت بالا، اکسایز تکس یا مالیات غیر مستقیم که از تولید کننده قبل از اینکه مصرف رخ بده دریافت میشه، باعث میشه که منحنی عرضه شما از S1 به سمت S2 افزایش پیدا کنه. در واقع هزینه های تولید کننده افزایش پیدا میکنه، بالا میره. هزینه های تولید کننده که افزایش پیدا میکنه فرقی نداره، در نهایت تولید کننده و مصرف کننده این در واقع مالیات رو در واقع بینشون تقسیم خواهد شد. بله ببینید، اینجا ما اول اومدیم صورت مثلا توضیح دادیم، اینجا حالا به طور مشخص گفتیم این مالیات رو قبل از این که اصلا در بازار، یعنی ما اصلا میگیم که مثلا شما این تعداد اتاق داری، به اندازه این اتاقا باید این مالیاتی بدی، ما کار نداریم تو میفروشی نمیفروشی، ما این مالیات غیر مستقیم از تو میگیریم. این باعث میشه هزینه تمام شده هتل، هزینه تمام شده هر اتاق افزایش پیدا کنه. در نهایت به همون شرایط سابق میرسیم، قیمت برای مصرف کننده میشه 100 و در واقع مبلغی که به تولید کننده میرسه میشه 60. پس 40 دلار مالیات غیر مستقیم بین خریداران و فروشندگان تقسیم میشود، قیمت تعادلی اتاقهای هتل به 60 دلار در شب کاهش مییابد. The equilibrium price of hotel، مهمانان هتل مقداری از بار مالیات را متحمل میشوند. این منظورش هزینه تعادلی هست، این منظور هزینه‌ای است که به هتل دار میرسه. مهمانان هتل مقداری از بار مالیات را متحمل میشوند زیرا قیمت پرداخت شده توسط مهمانان، قیمت به اضافه مالیات از 8 به 100 افزایش پیدا کرده. صاحبان هتل نیز بخشی از این بار را تحمل میکنند زیرا قیمت آنها از 80 به 40 کاهش پیدا کرده. حالا فرض کنید یک مالیات غیر مستقیم داریم که از مردم دریافت میکنیم، میگیم شما باید یک مقداری پرداخت کنید چون میخواد مثلا برید هتل مثلا اجاره کنید. باز فرقی نمیکنه، منحنی تقاضا این دفعه کاهش پیدا میکنه، منحنی تقاضا کاهش پیدا میکنه و در بازار قیمت به قیمت 60 دلار میرسه. تولید کننده یا هتل دار مالیاتی به دولت نمیده، ولی مجبوره که با قیمت 60 دلار در واقع حساب کنه با خریدار. ولی خریدار، دولت میاد سراغ خریدار، خریدار رو خفت میکنه، در واقع 40 دلار دولت از خریدار میگیره. در نهایت برای خریدار اجاره هتل 100 دلار در اومده و آنچه که به تولید کننده میرسه یا به هتل دار میرسه فقط 60 دلار هست. اگرچه بار مالیاتی بین خریدار و فروشنده تقسیم میشود، اما لزوما به طور مساوی نیست. به عنوان مثال در یک رابطه از راه دور چه کسی بیشتر رانندگی خواهد کرد؟ ببینید، دو نفر هستن، یک زن و شوهری هستن، در دو تا شهر متفاوت دارند زندگی میکنند. دقت میفرمایید؟ خب آخر هفته یک فردی باید بره به اون یکی سر بزنه. حالا کی بیشتر مثلا رانندگی میکنه؟ معلوم نیست، یعنی باید بریم روش بحث کنیم دیگه. آیا مالیات بیشتر به شریک متعهدتر میرسد؟ حالا در این مورد خاص مالیات چیه؟ اون مسیری که اینها در واقع باید رفت و آمد داشته باشند، چه کدام فرد هست که بیشتر این در واقع مسیر رو طی میکنه؟ به نظر میرسه اون فردی که علاقه بیشتری داره، غیر اینه اون فردی که تعهد بیشتری به این رابطه داره. اون یکی مثلا سرشو بالا میگیره، میگه خواستی بیا نخواستی نیا، با خودته، من حوصله ندارم، بیای خوشحال میشم، ولی نیومدی هم مهم نیست. دقت میکنید؟ و فرد دیگر هزینه
هزینه وقتی و هزینه پولی اون رفت و آمد رو ممکنه پرداخت کنی. خب اینجا داره چی میگه؟ میگه که در یک رابطه، در یک تعهد، حالا ممکنه تعهد بازاری باشه، رابطه اقتصادی باشه، تجاری باشه، یا نه رابطه بین دو فرد. اقتصاد در رابطه بین دو فرد وارد میشه، رابطه بین دو گروه وارد میشه، چه این رابطه رابطه تجاری باشه، چه پول اینوالو باشه، چه نباشه. حالا اینجا داره چی میگه؟ میگه اونی که مجبوره، اونی که دلش رو برده، اونی که بیشتر نیاز داره، بیشتر میگه من میخوام ببینمت، میخوام ببینمت، در نهایت اون هزینه بیشتری میپردازه. دقیق میفرمایید. در مالیات هم همینطوره. خب در مالیات هم اونی که نیاز داره بیشتر، ببخشید، اونی که نیاز، بله، اونی که نیاز داره، اونی که محتاجه، اونی که انعطاف نداره، اونی که راحت نمیتونه از خیر یک معامله بگذره، اونه که بیشتر مالیات رو پرداخت میکند. خب زمانی که کشش قیمتی تقاضا کم باشد و کشش قیمتی عرضه بالا باشد، بار مالیاتی غیر مستقیم، چه این بار مالیاتی رو از عرضه کننده بگیری، چه از تقاضا کننده بگیری، بر دوش مصرف کنندگان خواهد بود. ببینید اینجا کشش قیمتی کمه، درسته؟ کشش قیمتی تقاضا کمه، کشش قیمتی عرضه بالاست. کشش قیمتی تقاضا کمه یعنی چه؟ کشش قیمتی تقاضا کمه مثل دارو. دقت فرمودید؟ طرف نیاز به دارو داره، خب مجبوره بگیره. از اون طرف کارخونه میگه آقا اگه از دولت اومد از من مالیات بگیره، مثلا من این دارو ضد سرطان رو تولید نمی کنم، هزینه است برای ما، درد سره، چه لزومی داره من تولید کنم؟ خب اینا رو بیاد بذارید کنار هم دیگه، ببینید چه شرایطی به وجود میاد. متقاضی محتاجه، کشش قیمتی پایینه، عرضه کننده در واقع انتخاب های متعدد داره. در این حالت اصلا عرضه کننده اصلا مالیات نمیده. حتی اگر از عرضه کننده مالیات رو دریافت کنی، تمام مالیات فروشنده پرداخت خواهد کرد. ببخشید، تمام مالیات رو متقاضی مصرف کننده پرداخت خواهد کرد. در بازار کالاهای اساسی اگر شما اومدی مالیات گرفتی، خیلی وقتا تمام مالیات رو مصرف کننده پرداخت خواهد کرد. الان شکلش هم دارید میبینید که قیمت تعادلی بوده دو، قیمت بعد از مالیات به 2.95 افزایش پیدا میکنه و از این فاصله بین 2 تا 2.95 در واقع چه مقدار تولید کننده پرداخت میکنه؟ تولید کننده فقط 5 سنت پرداخت میکنه. چرا؟ برای اینکه انعطاف بالایی داره. بله آکی خواه، این که دولت به تولید بیشتر دستور میده اگر در بازار رقابتی باشه کار درستیه، اگر که در یک بازاری که که بنگاه داره ضرر میکنه امر به تولید بیشتر بکنه، فاجعه رو تشدید کرده. خب حالا زمانی که کشش قیمتی بالاست، مثالم زده بودیم، دوباره آقای کروب منم باز همون مثال رو دوباره تکرار میکنه، الان میبینید و بعد من کلاس رو ختم میکنم کلاس امشب رو. اگر که کشش قیمتی تقاضا بالا باشه، کشش قیمتی عرضه پایین باشه، عرضه کننده محتاجه، کارگر گرفتاره، تقاضا کننده میگه که قیمت رو بردی بالا، من نمیخرم از تو. باور نمیکنید افراد چگونه تصمیم میگیرن. من خودم یادم میاد در دبی بودم، بالاخره شرکت خدماتی بودم، میمدن تمیز میکردن خونه رو. در تمام مدتی که من اونجا بودم هزینهش اکسان بود، قیمت ها شاید دو برابر شد، ولی قیمت کارگر خدماتی به همون قیمت سابق ماند. چرا؟ برای اینکه کارگری بود که جانشین خیلی زیاد داشت، جایگزین خیلی زیاد داشت، هر کسی میتونه خونه رو تمیز کنه. البته واقعا اینا حرفه‌ای هم بودن، دو اصلا خیلی فرق میکردن با چیزی که در ذهن شما هست، ولی تعداد زیادی بودن که میتونستن در عرض 2 روز آموزش ببینن همون کار رو انجام بدن. این باعث میشد که چی؟ که قیمت کالای دیگه که افزایش پیدا میکنه، قیمت این در واقع قیمت کارگری که مثلا خدمات نظافت افزایش پیدا نکند. حالا ما یک کشوری داریم مثل امریکا که برای همه کالاها همینطوری، یعنی برای همه کالاها رقابت هست. دقیق میفرمایید. حالا اونجا ببینید چقدر قضیه فرق میکنه. در اینجا اگر کشش قیمتی تقاضا بالا باشه، کشش قیمتی عرضه پایین باشه، دقیقاً برعکسه. مثلا اینجا
قیمت تعادلی بوده 6، بعد از یک مالیات سنگینی که گرفته شده در واقع درآمد عرضه کننده به 1.5 کاهش پیدا کرده، هزینه برای مصرف کننده از 6 به 6.5 افزایش پیدا کرده. یعنی مصرف کننده اصلا متوجه بار سنگین مالیاتی که بر دوش تولید کننده است نخواهد شد. خب مثال زدم، همون مثالی که قبلا بود الان دوباره اینجا داریم و بعد از خدمت شما مرخص خواهیم شد برای امشب. قایق تفریحی برای مالیات چیز خوبی به نظر میرسد، آیا اینطور نیست؟ بعد نوشته اما آیا اینطور است؟ قانون جامعه مصالحه بودجه در سال 1990 یک مالیات فدرال 10% بر کالاهای لوکس را روی خرده فروشی کالاهای لوکس مانند قایق‌های تفریحی با قیمت فروش بالای 100,000 دلار اعمال کرد. خب همه فکر می‌کردن چقدر چه بهشتی میشه. از ثروتمندان مالیات بگیرید. اینا دیدید در کشور ما چقدر اینا بدگان خدا سادن، چجوری رو صحبت می‌کنن؟ همه‌شون هم دکترا اقتصاد دارن ماشاءالله. یعنی درس اول اقتصاد کلان این کتابی که دارم خدمت شما درس میدم سال اول میخونن دیگه، سال اول لیسانس همه رشته ها داره. دقت میفرمایید. ولی خب حالا من اونجا بودم میدیدم اینقدر با دقت همش رو درس نمیدادند البته. ولی ما داریم همه رو تدریس میکنیم، تمام نکات ما هم رو تدریس میکنیم. خب درآمد مالیاتی مورد انتظار از این که مثلا از کالاهای لوکس مثل قایق‌های تفریحی مالیات بگیرن 9 میلیارد دلار برداشتشون این بود که مالیات میگیرن. خب این مالیات رو وضع کردن، چه اتفاقی افتاد؟ واقعیت چی بود؟ مالیات کالای لوکس فدرال در سال 1993 ملغا شد. قبلا خدمتتون عرض کرده بودم. چرا؟ فروش قایق لوکس 52.7% کاهش یافت. طرف به جای اینکه بره رو قایقش میرفت کار دیگه انجام میده. خیلی راحت. 52.7% کاهش یافت. به طور خالص 30,000 شغل از بین رفت. اگر در ایران هم میگذاشتن این شغلا به وجود میومد. و دولت فدرال بیش از 7 میلیون دلار بیشتر از درآمدهای مالیاتی لوکس به این کارگران به عنوان مزایای بیکاری پرداخت کرد. 7 میلیون البته از 9 میلیاردی که پیش بینی میشد 7 میلیون چیز زیادی نیست. حالا شاید این عدد اشتباه باشه، نمیدونم. 7 میلیون چیزی نیست، خیلی بیشتر. 30,000 شعبتی از بین میره. خب ماهی حداقل 1,000 دلار رو که پرداخت کرده میشه ماهی 30 میلیون دلار. چطور 7 میلیون دلار؟ این 7 میلیارد دلار بوده احتمالا. دوستان کتابو ببینید 7 میلیارد نبوده. یعنی کاملا سیاست شکست خورده. اگر تقاضای کالایی کشش بیشتری نسبت به عرضه داشته باشد و بر مصرف آن کالا مالیاتی وضع شود، بار مالیاتی بیشتر بر دوش چه کسی است؟ خب بار مالیاتی بیشتر بر دوش تولید کنندگان، زیرا مصرف کنندگان توانایی بیشتری برای تغییر رفتار خود در پاسخ به مالیات دارند. خب این سوال خیلی خوبیه برای آزمون دکترا. من امیدوارم یه روزی برسه که ما در خدمت اساتید محترم این سوالو مطرح کنیم، ببینیم چند نفر از اساتید اقتصاد ایران درست پاسخ میدهند. چون برداشتم اینه که نمیدونند این مسائل رو، این مسائلی که در ابتدای اقتصاد داره مطرح میشد، و برداشتم اینه که خیلی‌ها از سیاست گذاران اقتصادی کشور نمیدانند. خب دوستان عزیز اگر سوالی هست در خدمتتون هستم، اگر نه جلسه امشب رو همینجا خاتمه میدیم. جلسه آینده نیم ساعت اول یا شاید 45 دقیقه ادامه فصل 8 کتاب های منکیو رو تموم خواهیم کرد. مالیات بر خودروی لوکس به نظر من میشه، ولی بهتر از اون این بود که مالیات بر خودروی لوکس به نظر من نه فقط باید باشه، اینجوری خدمت شما عرض کنم، بلکه حتی جریمه های افراد اگه خودروشون لوکس تره باید گرونتر باشه و خیلی راحت میشه اینا اعمال کرد. دقیق میفرمایید اینجا که همه کشور سامانه برداشته که جریمه ها رو که میخوان اعمال کنن با توجه به قیمت خودرو باید جریمه کرد. حالا فیلمشو برای من بفرستید آقای نوری میبینیم. ما امیدوارم یک روزی کرونا بره. یکی از برنامه‌هایی که من داشتم شب فیلم بوده ولی نرسیدیم، نشد. من میخواستم شب فیلم داشته باشیم، هر هفته یک فیلم رو ببینیم با هم دیگه تحت بررسی قرار بدیم. دوستان عزیز خیلی سپاسگزارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.